بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 13 ماه مهر سال 1397 و برابر است با 5 اکتبر 2018 میلادی. هر کجای دنیا که هستید ساعتتون رو نگاه کنید و طبق همین ساعت ما روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه با شما هستیم. و اگر بخواید بدونید که چه ساعتی هست در شرق آمریکا، اینجا ساعت 2 بعد از ظهر است. من هم سلام میکنم به آقای فرهاد زمانیان و از ایشون و دیگران خواهش میکنم که برنامه های ما رو با دوستانشون هم شیر کنن. از این بابت پیشاپیش تشکر میکنم. شما حتما در چند روز گذشته ماجرای دلار، این کلمات دلار خانگی رو هم شنیدید. ما ملت عجیبی هستیم. فکر نمی کنم هیچ جای دیگه دلار خانگی داشته باشند. مثلا شما برید تو آلمان با دوستای آلمانیتون صحبت کنید، بگید دلار خانگی. مثلا میگن دلار خانگی چیه؟ ما واحد پولمون یورو است. هر وقت بخوایم بریم مسافرت، میریم دلار از بانک میخریم، میریم خرج میکنیم، برمیگردیم، باقیشو میدیم، یورو میگیریم و الی آخر. ولی ایرانی ها همه چیز رو یه جور دیگه ای طبق جدول خودشون، طبق فرمول خودشون. دیدم سعید نوشته بود که دولت از مردم دلارها رو میخره ولی دلارها رو نمیفروشه. حالا سوال اینه که این روزا آیا کسی هم هست که بخواد دلار بخره؟ خب اگر دلار بخواد بخره لازم نیست از دولت بخره. این مردم بیچاره و نادان و خام تمایی که رفتن دو هفته سه هفته پیش اینا رو خریدن، الان به التماس تو خیابون میفروشن. احتمالاً هر کسی تو خانوادهش چند تا از این سودجویان رو داره. در هر صورت گفت روزگار غریبی است نازنین. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم که با سؤال اون شعار رضا شاه روحت شاد، از ایشون سؤال میکنیم که این ماجرا چی بود، چه کسانی این رو شروع کردن، چرا آمد و چرا رفت و دیگه نه خبری از رضا شاه است، نه خبری از نوه بیحالش. و امروز میخواستم بگم به دوستان که 5 روز از اول ماه اکتبر گذشت و دوستانی که اوائل ماه کمک میکنن کمک کردن، ممنونم. دوستان دیگه گفتم دیگه کاری نکنید که ما هم مثل گدایی تو خیابون، یادتونه میگفت شب جمعه است، شب خیرات است برای باباتون که فوت شده، برای مادرتون که فوت شده. در صورت خودتون رو متعهد کنید که چون برنامه ای رو میبینید شما هم در چرخوندن این برنامه سهیم باشید. اتفاقا یه دوربین جدید گرفتیم و از احتمالاً هفته آینده تصویرمون از این هم که هست بهتر خواهد بود به کمک دوستانی که مثل احمد از فلوریدا، مثل فرزاد همشهری. والا یادم میره بعض وقتا این دوستان کجا هستن، نمیدونم آلمان، شیراز، کجاست. در صورت کمک میکنن، از این بابت از یکاکشون ممنونم. خبر مهمی که آمریکا و مردم اینجا رو که خواب و آسایش ازشون گرفته شده بود، این ماجرای دیوان عالی کشور و قاضی جدید بود که امروز با 51-49 فعلا رأی اولیه رو گرفته. ولی آقای آریانپور خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود به اصطلاح سناتور منطقه ما اینجا، چون آقای آریانپور یه ربع ساعتی با ما فاصله داره توی ویرجینیا، 2 سناتور اینجا داریم، و نامه نوشته بود برای ایشون که آقای وارنر، مهم نیست که این رأی اعتماد گرفت، مهم اینه که الان خانوادش دیگه بهش اعتماد ندارن، همسرش بهش اعتماد نداره، دختراش بهش اعتماد ندارن و از اون ببر کاغذی و پوشالی که ساخته بوده الان اثری در خانوادش نیست. و هیچ چیزی بدتر این نیست که آدم تو خانواده خودش آبرو و حیثیت نداشته باشه. دیدید شاه هر جا میرفت جشن و فلان، ولی تو بین ایرانی ها حقیقتاً آبرویی نداشت تا دیگه با اون وضع فجی از ایران رفت. حالا منتظر باشید تا این آقای
توانا هم ببینید در زندگی چی پیش میاد. ولی جای تأسفه که افرادی مثل آقای رضا سلامی همچنان مثلا میگه شما منو بیار تو برنامه‌ام تا من بهت ثابت کنم که این خانم دکتر فورد دروغ میگه. میگم آقا مگه شما اون شب اونجا بودی؟ 36 سال پیش یه اتفاقی در مریلند در یه اتاق افتاده، سه نفر بودن، یکیش این خانم فورده که آمده هم امتحان دروغ سنجی رو پس کرده قبول شده، هم امتحان رو هم گفته من هر کسی از FBI میخواد بیاد بپرسه بیاد بپرسه. ولی این قهرمان داستان شما آقای رضا سلامی، این آقایی که جوونیاش ریپیست بوده، حالا دروغگو در مجلس، دروغ گفتن در مجلس یعنی جرم دولتی، اینجا بهش میگن کریمینال اکت. بعد میگه نو هیز نات ریپیست. میگم آقا دوستاش دارن میگن گنگ بنگ نمیدونم فلان اینا، میدونی یعنی چی؟ ولی باز نه شما خبر نداری. بعد تازه میگه که به زودی یه عده ای رو میفرستن گوانتانامو. میگم آقا این چیه؟ یعنی ما رو تهدید میکنی؟ میگه نه شما رو نه. میگم خب پس چی؟ پس کیا رو تهدید میکنی؟ این کار درست نیست، زشته آقای سلامی. شما به اصطلاح پروفسور مملکت ما هستین، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه از خطه فارس و اینجا هم هستید دیگه، نور علی نور. من نمیدونستم که این رنگ این نوشته با پیرن من تقریبا یه رنگه. توی شیراز به این رنگی که الان رفت میگن سوسنی، گلخاری، بنفش هم میگن و اینجا هم بهش میگن پرپل. رنگ بسیار خوبیه، من این رنگو دوست دارم. قدیما رنگ زرد و آبی رو دوست داشتم، الان این رنگ هم آمده و جای خودش رو باز کرده. در رابطه با این رنگ ها و اینها من براتون یه ایمیل میخونم، واقعا بعضی وقتا متاسف میشم، میگم یعنی بینندگان ما همینقدر سطح فهم شعور، همینقدر، نمیخوام به ایشون توهین کنم، یه دوستی نامه نوشته، بذارید بعدا از روش بخونم که همون موقع هم جواب بدم، درباره برنامه عقل بشر، درباره ارتفاع برج، بعد درباره ماه محرم، درباره لباس پوشیدن من. و من از شما میپرسم، من همیشه گفتم دلیلی که تو تلویزیون هستم اینه که مهمونی های 30-40 نفر و اینها کافی نبود و فکر کردم که توی تلویزیون باشیم، حالا نمیخوام بگیم میلیون ها نفر، اقلا 1000 نفر، 100 نفر، 20 نفر، 30 نفر اونجا حرف منو گوش بدن، حرف دیگرانم گوش بدن، قضاوت کنن. و همین، ما نه قدرت اجرایی داریم نه قدرت قضایی داریم، هیچ کاری هم نمیخوام انجام بدن، نه حزبی داریم نه چیز. اینم از این. میگن که آقای خوشنودی میگه این رنگ سکسیه. والا مثل که حالت خیلی بده که این رنگ رو سکسی میبینی. یادته تو ایران میگفتن گلخاری؟ حالا نمیدونم چرا گلخاری، لابد یه گلای وحشی، اون به اصطلاح که معمولا خارم دور برشون بوده، گلشون این رنگی بوده. در هر صورت هر کی آزاد هر رنگی رو دوست داره بپوشه و من و شما نباید بهش اعتراض کنیم. دوست داریم ما هم اون رنگ رو میخریم و میپوشیم، دوست نداریم اون رنگ رو نمیخریم و نمیپوشیم. و اما بذارید براتون ماجرای این شب جمعه است، شب خیراته، اینجا روز جمعه است، روز خیراته. اگر دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. و یک دکتر خیر ایرانی درگذشت، این رو آقای بها ابهری ویدیوش برای من فرستاده، اجازه بدید با هم این رو نگاه کنیم، یادی کنیم از آدمای خوب، چون میگن که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این هم از این. بیایم اینجا، کجا بود ویدیویشون؟ بله، عکس حکیم اورد بزرگ سخنران. بذارید توی یادتونه یه مدت میگفتم این مسنجر لعنتی یادشون رفته، حالا یه دکمه گذاشتن اون بالا، یکی از حق انتخاباش اینه که open in messenger. دوستان اگه یه اشکالی میبینید یه جایی بهشون خبر بدید، حالا یا با تماس مستقیم یا با اون قسمت فیدبک نظرتون رو بهشون برسونید. من دیروز رفتم یه جایی کار داشتم، طرف گفت که 45 دقیقه باید وایسی. گفتیم خب 45 دقیقه وقتی وای میسی خیلی وقت زیادیه. گفتیم تو این فاصله ما میریم تو این فروشگاه خریدمون میکنیم میاد.
رفتیم اونجا خرید کردیم، شلوغ هم نبود اتفاقا. خب همینجوری که نگاه میکنی والمارت، همینجوری که نگاه میکنی میبینی مثلا شماره 3 باز، شماره 2 باز، اینها و نگاه میکنی میبینی مثلا اینجا 5 نفرن گاریشون هم پر مواد، میری اونوری. یه جایی هم هست که اتوماتیک چیز میکنی به اصطلاح خودت میری، خودت میشی صندوقدار، میزنی و پول میذاری تو کیسه و پول میدی و اینها. من وقتی مثلا آبجو میخرم، حالا صدا میزنه یکی دوباره بیاد موهای سرت نگاه کنه، شناسنامه‌ت نگاه کنه، میگم خب حالا دیگه چه فایده داره که من برم تو قسمت اتوماتیک، که به زودی اون حل میشه، به زودی خود دستگاه صورت شما و اینا رو نگاه میکنه یا از خریدهای قبلی میفهمه که شما اجازه دارید که آبجو بخرید یا نه. خلاصه حالا اون کاری به این ماجرا نداره. ما همینجور که داشتیم میرفتیم، بعضی وقتا این اتفاق میفته، شما زرنگی میکنی میبینی یه نفر این صندوق مال کش رجیستر هم به اصطلاح اون قسمت پولش دستشه داره میاد. یه آقای بغل یکی از این صندوق ها وایساده بود، من بهش گفتم که میخوای باز کنی؟ گفت نو. گفتیم اوکی، رفتیم اینوری. یه خانم اسپانیشی بود که انگلیسیش هم بنده خدا خیلی خوب نبود و ما دیدیم دو نفر هستن، ولی این دو نفر یکیش یه بسته 24 تایی آب داره، یکیش هم یه آقای آمریکایی بود، یه مثلا شیشه پر از آب پرتقال، یعنی دوتاشون قد یه نفر هم جنس نداشتن. بعد خب اون که آب برداشت رفت، این آقا هم یه از این چیزا میذارن که یعنی جنس من تا اینجاست، شما از اینجا به بعد، تا اینو گذاشت، منم اینا رو گذاشتم بالا، چیزایی که مال من هست گذاشتم اونجا. که الان باورتون میشه من آلمان که بودم 33 سال پیش یه معلم انگلیسی داشتیم، خانم ایلین مکگاور، برای ارتش کار میکرد، این اهل پنسیلوانیان بود، آمد اینجا برگشت، بعد گفت او مای گاد باورت نمیشه، من وقتی رفتم فروشگاه به هم گفتن دیگه چیزا رو از تو صندوق ور ندار، همه اینها رو تشخیص میده و میخونه و میزنه بهت میگه اینقدر. دیدید آخه کار مسخره، شما ور میدارید میرید صندوق، دوباره اینو باید بذارید بالا، میبره اون ور دوباره باید بذارید پایین و وقت میگیره و اینها. اینا این سیستما رو دارن ولی استفاده نمیکنن. خلاصه باز برگردیم به داستان اصلیم، ما اینو گذاشتیم اینجا. همچین که نوبت این آقای شد که به اصطلاح فقط یه اورنجوس داره، اون آقای سیاه قد بلند آفریقایی آمد به این خانمه گفت که شما ببند و اشاره کرد که اینم بفرست اینجا. خیلی بی‌تربیت، خیلی رود اینجا میگن اینو بفرست اینجا، من که بچه مدرسه هم اینجا باهاش صحبت نمی کنم، اینو بفرست اونجا، مثلا صندوقی که بازه. من یه نگاش کردم، نگاه عاقلان در سفیه، نه نگاه ما ایرانی ها به آدم های از خودمون پرتوقع تر. بعد بهش گفتم که با من صحبت میکنی؟ گفت بله، بیا اون بر. گفتم برای چی بیام اون بر؟ من که از تو پرسیدم، تو گفتی من صندوق باز نیست. گفت که نه، من صندوق باز نمی کنم، این خانمه میاد اون بر. گفتم برای من مهم نیست، من چیزامو گذاشتم اینجا، میگن بلت، همون تسمه، من چیزامو گذاشتم روی بلت و این خانم چیزای منو رینگ میکنه میزنه، بعدن میاد اونجا. یه کمی چیز کرد و اینا. بعد بهش گفتم که ببین، تو نمیتونی به من اصلا حرف بزنی، بین تو هست و این، با این حرف بزن. بعد گفت من اینجا کار نمیکنم. گفتم اصلا اگه اینجا کار نمیکنی که دیگه عذر بدتر از گناه آوردی، تو چه کاره هستی پس اینجا؟ نه لباس اینجا رو، اینجا یه حسن خوبی که داره لباس اونجا رو میپوشن، حالا حتی اگه یه جلیقه‌ای باشه که شما بدونی این طرف اینجا کار میکنه یا اون یکی وندره فلان اینها. بعد اینه که میخوام بهتون بگم بی تفاوت نباشید، بگید همین فیسبوک، من حداقل 10 بار برای اینا نوشتم آخه این مسنجر چیه شما درست کردید، اجازه نمیدید آدم بره تو اون صفحه اصلی مسنجر. اگه دو تا پروگرام جداست، یکیش مسنجر یکیش فیسبوک، وقتی ما میزنیم یه صفحه دیگه باز بشه. اگر یکی هست، این بازی چیه که رو تلفنت میگی دو تا اپ باید داشته باشی، رو این میگی باید اوپن تو مسنجر فلان، نه درستش کرد. و این مملکت دوستان از این درست شده که انتقادا رو شنیدن فوری، مثل آقای رضا سلامی به دوستش نمیگه اگه از زیاد حرف بزنی میفرسنت گوانتانامو، هم دیگر رو بترسونن. وقتی انتقادا رو شنیدن رفتن درستش کرد.
خلاصه من به این آقای گفتم که ببین من اصلا با تو نمیخوام حرف بزنم. به اون خانمم گفتم که تو یا اینو رینگ بکنی یا میری به منیجرت میگی بیاد اینجا. بعد همین مرده بهش گفت که اوکی اوکی اینو رینگ کن. خانمم گفت ساری، گفتم نه مشکل شما نبوده، شما چیزی نکردید، من خیلی ازت ممنونم. بعد اومدم رفتم اونجا گفتم که تو اون کاستومر سرویس اینو دارم میگم، خرتون که از پل گذشت نگین بابا گورو پدرش، بذار بعدی هم همین مشکل داشته باشه، برین درستش کن. رفتم تو دم کاستومر سرویس، اتفاقا یه خانمی هم بود به نام سبا، اونم ایرانی بود، یه دختر خانم جوونی بود. سلام کردم گفتم به منیجرتون بگید من میخوام باهاش صحبت. توی رادیو صدا زد، منیجر آمد، یه زن آمریکایی، طبق معمول اینا عادت دارن به اینکه کاستومر ایز رایت و همیشه کاستومر فرست، اینا را ما اومدیم اینجا خرابش کردیم یکی یکی. بابا کاستومر سرویس که اینجوری نبود. بابا آفریقایی، حالا بعد معلوم شد این احمق چه کار است. این احمق از طرف یه شرکتی میاد مثلا پنجشنبه تا پنجشنبه ماشینای اینا رو پیپر میذاره توش، روغنکاری میکنه، میگن مینتین میکنه. مینتین کردن یعنی تر تمیز کردن، آماده کردن اینها. بعد این برای که معطل نشه دو دقیقه که من برم، به من میگه تو چیات ورده برو اون ور، به خانمم میگه تا هم برو اون ور که این آقا میخواد بیاد کارش انجام بده، زود بره مثلا نهارش بخوره. حالا تا ساعت 11 و نیم هم بود. به خانمه که گفتم، گفت این اصلا نباید با شماها صحبت کنه و این برای ما کار نمیکنه و من حتما همین الان بهش میگم، گفت بیام بریم بهش بگم و هم به شرکتش میگم که این آدم رودی هست، بی تربیته و مشتریای ما رو به اصطلاح بهشون پرخاش میکنه. این درست، این درست. نه دعوا، نه فوش، نه چاقوکشی، نه شلاق. سلسله مراتب به اون نفر بالایی شکایت میکنی. حالا باز برگردیم سر این قسمت مسنجر. بیایم اینجا، نوشته که پروفسور کیوان مزدا درگذشت. من اینجا براتون اینو اینجوری نشون بدم، یا سلکت اریا ببینم به این صورت اگه باشه صدای اینم باز کنم. خب و اینجا هم این کامرای دو بشنوید و ببینید با هم روان ایشون شاد، یادش گرامی. و من به عنوان یه ایرانی از افرادی مثل ایشون ممنونم که کار و زندگی و پول درآوردنشو ول میکنه، میاد به افراد مستمند یا بی پول و محتاج کمک میکنه. ببینی صداشو من باید باز کنم یه لحظه، اجازه بدید. اینم باز دیگه یکی از مشکلای اینه. جراحی های زاده آبادان بود، پدری ایرانی و مادری فرانسوی داشت، خونگرم و خوش صحبت بود، مردی پنجه طلا که به دلیل جراحی های سنگین و موفق ستون فقرات در دنیا به مرد کمر معروف بود. چشمانش را بر رفاه در زندگی بی دغدغه در فرانسه بسته بود و سالی 4 بار حضور در ایران به صورت داوطلبانه برای جراحی کودکان رسالتی بود که بر دوش می‌کشید. در آخرین سفر خود در شهریور ماه 97 30 کودک محروم را جراحی و به فرانسه بازگشت. نبود جنگ، بودن غذا و زندگی بدون هیچ گونه تبعیض آرزوی دکتر کیوان مزدا برای دنیا بود. در 11 مهر ماه 97 این فرشته آسمانی به آسمان برگشت. خب اولا به نظر میرسه که آدم کولیه، خیلی کول چی میشه، خیلی دوست داشتنی و خودمونی. تو این ماشینم که داشت میرفت، حالا هر جا میرفت به نظر میمد که خیلی راحت داشت صحبت میکرد و اینا. ولی سنش، حالا شاید این ویدیو هم مال قدیم بوده، ولی بعضی وقتا این بیچاره ها با وجود که خودشون دکتر هستن میبینید مثل مریض ها عمر نمی کنن.
توی ژاپن اگه اشتباه نکنم گفت الان تعداد اونایی که عمرشون از 100 سال گذشته خیلی زیاد شده و هر روزم داره بیشتر میشه. من تا شماها هستید یه ایرادی بگیرم از این دوستمون آقای فرهاد زمانیان که هم شاعر هم به اصطلاح هنرمند هست و اینا. ببینید دوست عزیز، شما اگه یه عکسی میفته دستت، عکس یک فرش گرد، و اینو یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، پنجاه بار برای این جنبش احمقانه فرشگرد، اصلا همین که یه جنبشی اسمش برای مردم، گفتنش برای مردم مشکل باشه، اون یکی میگه فرش گرد، اون یکی میگه فرشگرد، اون یکی میگه نه آقا فرشگرد درسته، این معلومه که هنوز از زمین بلند نشده سقوط میکنه. ولی میاد من و شما، میاد من و شما و آقای دادرس، خب سوربی مینسه من ساعت 2 بعد از ظهر برنامه دارم، شما میای این اکثر میذاری، سوربی برنامهشو اعلام میکنه که دلار خانگی، دلار خریدار شدیم، شما میای این عکسو میذاری، آقای دادرس میاد نقل اسرائیل میگه این عکسو میذاری، میاد نقل رئیس پلیس بین المللی چی بهش میگن، این که برای شهرام همایون هم حکم بازداشت اینا چیه، این درست نیست عزیز من. عکس میگن یه عکس یا یه تصویر گویاتر از هزار کلمه است. شما یه عکسی میذاری برای من سوال درست میشه، من باید برای شما بنویسم آقا منظورت از گذاشتن این عکس چیه، بعد شما مینویسی منظور من جنبش فرشگرد بود. آخه چه ربطی اینجا داره؟ والا بلا نکنید، یکم شروع کنیم از خودمون، از خودمون به اصطلاح درست شدن، و الا یه ویدیو براتون پخش میکنم، این آقا هم میاد یه جوری با حالت نگاه کردن عاقلا در صفی برای من و شما میگه که نه شاه، نه نمیدونم آخوند، نه این نه اون، اونا تقصیر ندارن، تقصیر از من و شماست. بعدم پیشنهاد میکنه روزی یه بار دوش بگیریم، نمیدونم این کار رو انجام بدیم، به خانم ها هم میگه اگه تو خیامون یه آقایی بهتون گفت سلام، بگید سلام دیگه، نگید مگه خودت خوار مادر نداری؟ خب اگه تازه خوار مادرم داشته باشه، اگه ایشون تازه به شما نظری هم داشته باشه، این نظر رو که نمیتونه به خوار مادرش داشته باشه، شاید بخواد با شما دوست بشه، شاید بخواد با شما ازدواج کنه، مگه شما خودت خوار مادر نداری؟ چرا، هم خواهر دارم هم مادر دارم، ولی من میخوام با شما ازدواج کنم. خلاصه اینو براتون پخش میکنم، بذارید ببینیم این کی بود، که کی بود بود بود، بله تکست مسیج از همین آخ آخ آخ، این یکی دیگه مال AT&T. دوستان این نو کالر ID یه راهی باید براش پیدا بشه، اونایی که زنگ میزنن حالا دروغ هم میگن، میگی شما اگه نمیخوای ما بهت زنگ بزنیم شماره نو رو فشار بده دیگه ما زنگ نمیزنیم، فردا یه ساعت هم زودتر زنگ میزنیم. ولی این بیشرفایی که با نو کالر ID یه دستگاه خریدن روبوکار، شب روز وقت بی وقت به این اون زنگ میزنن، من تنها راهی که جلو اینا رو گرفتم اینه که اون لیست فیوریت خودم و بچه ها و داداشمون و مادر و اینا رو گذاشتم، باقی اونها رو از شب ساعت مثلا 11 تا 6 صبح هر کی زنگ زد بره تو قسمت به اصطلاح هتل اونجا پیام بذاره، یا اصلا جواب نمیدیم و فلان اینا. ولی باید سیستمای مثلا من با AT&T هستم، شما با اسپرینت هستی، اونا اینا رو بلاک کنن که آقا من اگر نمی... اون حق داره نو کالر ایدی زنگ بزنه، ولی منم حق دارم بگم نمیخوام. اینا یه کسی اگه بلده بهتون گفتم، به من گفت اینترپول، بله اینترپول، رئیس اینترپول از فرانسه رفته بره چین ناپدید شده، و خیلی جالبه. حالا این اینترپول چپ و راست دیدیم که میگن مثلا آقای رفسنجانی تا موقعی هم که مرد اگر میرفت یه کشور دیگه اینترپول با خبر میشد میگرفتش و فلان و اینها، ولی حالا رئیس خود اینترپول گم شده، اگر کسی خبر داره به ما بگه، اگه جایزه ای باشه جایزه شما بگیریم. ممنونم از سعید که اینو گفت. آقای خوشنودی حرف جالبی میزنه، میگه اون سیستمی که شما میگید بعضی وقتا به خاطر سیاست های شغلی این تکنولوژی پیشرفته رو نمیارن، چون خیلی ها بیکار میشن، و اگر اینا بیکار بشن کنترل کردن این بیکارا کار کیه؟ الان سر طرف صبح بلند میشه
حالا یا دوش گرفته یا دوش نگرفته بلند میشه میره، سوار اتوبوس میشه میره سر کارش، یا سوار مترو میشه. اگه به این گفتن آقا نه یا سر کار ما کردیمش برقی دیگه، سربی وقتی میاد اینجا این سیاه آفریقایی نمیخواد بهش اینجوری بگه، خودش همینجوری که رد میشه اصلا پولش هم از کردیت کارتش میگیره. خب اون خانومه که اونجاست، همین آقای سیاه زنگی که اونجاست این ماشینا رو درست میکنه، اینا بیکار میشن. یه نفر گفته بود که ما الان به جایی رسیدیم که میتونیم به بیکارا هم حقوق بدیم تقریبا مثل آلمان. دیدید دوستان ما تو آلمان کار نمیکنن، میگه آقا من احمقم، این داریوش میره سر کار 100 یورو از من بیشتر میگیره، باید ما 300 400 یورو فقط خرج لباس و کفش و واکس و مترو بکنه. خب من میشینم تو خونه، تازه دوتا معامله این ور و اون میکنم، دلار خونگی میخرم و میفروشم، به فامیلم تو ایران میگم من براتون مارک میفرستم، هنوز من میگم مارک، یورو میفرستم، شما اینجوری اینجوری. اون شما درست میگی، خیلی ممنون آقای خوشنودی که اینو گفت. بله. و اما دکتر خیر ایرانی درگذشت، این ویدیو رو آقای بها عبری فرستاده بود، ممنون و متشکرم. دکتر عطا انصاری که در کانادا هستن، ایشون هم یه ویدیویی رو با دوستانشون شیر کردن یا براشون فرستادن که من ممنونم، حالا به شما هم نشون میدم. این قبلا هم من دیده بودم ولی گفتم امروز یه فرصت مناسبیه که اینو با همدیگه ببینیم و به این ویدیوهایی که روزانه هر کدومون 10 تا 15 تا 20 تا میبینیم، همشون من و شما رو تشویق میکنن به خوب بودن، آدم بودن. ما هم میبینیم، برای دیگران هم ممکنه بفرستیم، من معمولا نمیفرستم. ولی آیا تا حالا آدم شدیم؟ خب 20 سال گذشته همه ما دسترسی داشتیم به اینترنت، حالا کمتر بیشتر. 10 سال گذشته که دیگه اصلا اینترنت جزء زندگیمون بوده. خب این همه که ما ویدیو دیدیم، من که هنوز آدم نشدم، شما چی؟ آدم شدید؟ بنویسید شما چی هستید؟ مثل آقای کابوسی مینویسه، بنویسید آدم شدید و اینجوری شدید. گوش بدید ببینید این آقا چی میگه. روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، رضا پهلوی، هاشمی رفسنجانی هیچ فرقی ندارند وقتی من عوض نشدم. خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد و روحانی و دیگران چه فرقی دارند وقتی ما خودمان مردمان آگاه و درستی نیستیم؟ یک ملت دلال مسلک ناآگاه با آن حماقت آشکار در هنگام رانندگی یا تبخش علنی برای برداشتن یک شیرینی از جعبه تعارفی یا حمله به قضای نظری یا شهوت عجیب برای قرار گرفتن در مقابل دوربین، ریختن زباله در کوچه و خیابان و طبیعت، جا زدن و جلو زدن در صف یا رتبه نخست جستجوی سکس، چرا باید در پی یک زمامدار رویایی باشد؟ من پیشنهاد میکنم ملت 8 سال انتخابات را تعطیل کنند و اجازه بدهند هر کسی که میآید همینجور ادامه دهد، بعد خودشان با حوصله این موارد را تجربه کنند. اول، ایرانی ها لطفاً روزی یک بار یا دست کم یک روز در میان حمام بروند. دوم، ایرانی ها قبل از پرتاب فحش به بیرون دهانشان را ببندند و تا 20 بشمارند، به خصوص وقتی توی خیابان و جلوی دیگران هستند. سوم، هر خانواده ایرانی هر روز یک روزنامه بگیرد، اگر شده یا لزارات. چهارم، هر فرد ایرانی تعهد کند که هر ماه یک کتاب تازه بخواند، حتی خلاصه مبانی لوله کشی عمومی. پنجم، رانندگان به جای فاصله بین شلوار و جوراب دختری در آن طرف خیابان، به داشبورد جلوی چشمشان نگاه کنند و سرعت از 50 کیلومتر در هیچ شرایطی تجاوز نکند. ششم، همه به خودشان تلقین کنند که این کسی که میخواییم کلاهش را برداریم تا شب برای عزیزمان هدیه ببریم، خودش عزیز یک نفر دیگر است. هفتم، بفهمیم که زرنگی زایع کردن حق دیگران نیست، بلکه رعایت حقوق دیگران رسیدن به حقوق خودمان است. هر کس به اندازه ما حق دارد و وقتش با ارزش است. هشتم، بفهمیم که اگر صاحب یک بوتیک هستیم، شغل ما بوتیک دار است، یا اگر راننده تاکسی هستیم، شغل ما راننده است. نه اینکه همه
دزد و کلاهبردار باشیم، ما از شغلمان فقط به عنوان راهی برای رسیدن به کلاهبرداری استفاده کنیم. به شغلمان احترام بگذاریم و بگذاریم دزدی فقط برای کسی باشد که شغلش دزدی است. نهم، مردهای ایرانی یک بار برای همیشه قبول کنند که زنها جزء املاکشان نیستند و خودشان عقل دارند. عشق و رابطه و آشنایی هم بازی برد و باخت و فتح قلم رو به دیگران نیست. دهم، مردها تمرین کنند که رد عبور زنی را با نگاه شوخ نزنند و زنان تمرین کنند که جواب سلام مردان را با خونسردی و لبخند بدهند، چون به معنای چیز بدی نیست. یازدهم، ورزشکاران ما بعد از باخت به رقیب تبریک بگویند مثل ژاپنی ها و دهانشان را تا یک ساعت بعد از هر باخت یا برد ببندند. خلاصه اینکه ظرفیت برد دیگران و شکست خودمان را به دست بیاوریم. سعی کنیم جدا از برد یا باخت با ارزش بشویم. دوازدهم، ایرانی ها به جای تمسخر شکل ظاهری و نوع حرف زدن سیاستمداران فکر کنند که ایراد واقعی کار آن شخص در کجاست. همین بس. شما تا همین دهم و یازدهم انجام بدید باقیش خوب میشه. من نمیدونم یارو تا 1001 میخواد بره. اگه اشتباه نکنم این آقای هنرپیشه‌ایه که قبلا هم میومد از این کلاهایی که اینا هم که مال جامائیکا هستن میکنن سرشون و اینها، چند تا ویدیو درست کرد. من یه پیشنهاد به ایشون دارم و دیگرانی که فقط برای مردم شعر میگن. آقا شما هم شما میگی 8 سال، من میگم 6 ماه شعر و این شعرها و نوشتهای کوتاه و اینها رو تعطیل کنید، قولتون میدم وضع مردم خوب میشه. دستم ممنونم از دکتر عطا انصاری و این هم ویدیو در قسمت ایشون. و اما نمیدونم توی این رستورانایی که سی فود سرو میکنن هیچ وقت دیدین دم در یه آکواریوم گذاشتن این لابسترای بیچاره؟ لابستر تو ایران که بودیم ما به همه اینا گفتیم خرچنگ، حالا شکلهای مختلف داشت، یکیش شکلش دراز بود یکیش گرد بود. اینجا خرچنگ مال مریلند که گرده میگن مریلند لابستر، نه ببخشید به این میگن کراب. مال مین فرق میکنه میگن سنو کراب. بعد یا در صورت اون لابستر هم که یه حیوانیه که اصلا یه شکل عجیب غریبی داره، اینا رو بیچاره زنده میگیرن، حتی این دستاشون که اینجوریه و بعضی آدم هم وقتی دنیا میان دستشون مثل اینجوریه بهشون میگن اینا لابستر هند دارن، اینا رو کش میندازن که توی این آکواریوم با هم دعوا نکنن و گیر نیفتن. اینا اینا رو وقتی شما میای میگی من اینو میخوام، اینا رو زنده زنده میذارن توی یا آب جوش یا مایتابه روغن و اینها. و البته یه رستوران جدیدن گفته ما به اینا سعی میکنیم یه کمی حشیش و سیگار ماریجوانا بدیم یه کم نشه باشن که وقتی میخوان بسوزن نفن. من این 2-3 روز گذشته هر وقت ترامپ رو میبینم، چون این پوستش رو قرمز میکنه نارنجی میکنه، موهاش هم یه روز میشه تقریبا نزدیک به قهوه‌ای، یه روز میشه زرد، یه روز میشه طلایی، یاد این لابسترای میفتن که توی این آکواریوم هست و منتظرن که یا توی روغن داغ بیفتن و سرخ بشن کباب بشن یا توی آب جوشونده بشن. توی ایران ببخشید اینو میگم، حتما شنیده بودین میگفتن طرف خواهرش فلان شد، اینجا خواهر ترامپ اینو فلان کرد. خواهر ترامپ میدونید میگن که وقتی که آب میاد توی کشتی سوراخ میشه، اول موشا از اون کشتی فرار میکنن. میدونید چرا؟ موشا پایینن، اونجایی که غلات هست، برنج و گندم و محصولی که قرار تو را اینا درست کنن، موشا هم اونجا هستن، مسافرا و اینها بالا هستن. پس چه کسایی اول متوجه میشن که آب اومده در کشتی؟ همین موش ها هستن. چه کسایی فرار میکنن میان بالا؟ همین موش ها. توی این کشتی زندگی خانواده ترامپ اون خواهرش و برادرش هم که مرده و اینا از بس زیاد مشروب خورده، اون آمده یک نامه‌ای
چند وقت پیش نوشته درباره وضع مالیات و دارایی و اینها، لابد می‌خواسته بگه که اگه می‌خواین خانواده ترامپ بگیرین منو نگیرین، من خوبشم، برید این پدر سوخته رو بگیرید. نیویورک تایم هم از همین نامه آمده و رفته دنبالش و امروز به جایی رسیدن که این آقای ترامپ 550 میلیون یه جا مالیات نداده. الان نیویورک، شهردار نیویورک، IRS هم محلی هم فدرال، چون با وجودی که IRS فدراله ولی اینکام محلی هم داریم. مثلا شما اگه بری فلوریدا زندگی کنی، اونجا استیت از شما رو پولت، رو حقوق که دریافت کردی مالیات نمیگیره. ما که اینجا هستیم دو تا مالیات میدیم، یکی به استیتمون، به ایالتمون، یکی به کل آمریکا. بعضی ها سه تا مالیات میدن. مثلا یه شهری داریم اینجا، تاون آف وینا یا سیتی آف فارسچرچ، اینا سه تا مالیات میدن. شما هستی دوست داری اینجا باش، مالیات زیاده، دوست داری بلند شو برو فلوریدا مالیات نده، اونجا جوری دیگه مالیات ازت میگیرن. اونجا شما خونه که میخری رو خونه ازت میگیرن، لابد خرید وقتی میری مثلا فروشگاه خرید رو خرید میگیرن، شما برو دلیور رو خرید هم ازت نمیگیره. چیکار میکنه؟ از اونایی که پراپرتی دارن، پراپرتی یا ملک و املاک و دارایی، چیزایی که شما داری، مثلا بعضیاش ریل استیت مثل خونه و زمین و اینها، بعضیاش مثل ماشینه و اینجا معروفه، میگن بزرگترین پولی که شما خرج میکنی برای خرید خونه است، رقم دومش برای ماشینه، رقم سومش باورتون میشه سمعکه که الان دارن تلاش میکنن اینو بیارن پایین و ارزونش کنن. در صورت اینم از این، بذار من سعیدو دیدم ببینم که ما این سیستم تلفنمون کار تو لیسن روشن هست و بله بذارید اینم روشن، اینم روشن. خب اگر روشن نبود حتما دوستان میگفتن، ولی خیلی نمیبینم. اون شرکت قبلی برای ما هفتگی آمار میفرستاد که چند نفر تماس گرفتن، چند نفر چند دقیقه گوش دادن، اینا رو همه رو مینویش. این شرکت جدیده اینجوری نیست، گاهی وقتی یه دفعه مینویسه، بعد مثلا میبینم دو نفر دارن گوش میدن، سه نفر گوش میدن. البته دلیلش اینه، موقعی که ما اینو گرفتیم اگه یادتون باشه تلفونا unlimited call بود، یعنی بدون محدودیت هرچی میخوای تلفن بزن، ولی اگه میخواستی یه ویدیو نگاه کنی قلبت میتپید که الان 1 گیگابایت هم تموم میشه، 5 گیگابایت هم تموم میشه، یا با خانواده که شریکم هممون 40 گیگابایت داریم، بعد پسرم میگه نمیتونم گیم بازی کنم، اینا هم همش الان شده unlimited. به خاطر همین شاید بازار اون call to listen یا زنگ بزن تا گوش کنی اون به اصطلاح کساد شده. وقتی میگیم بازاری کساد شده که برای ما درآمدی داشته باشه، هیچ کدوم از اینا برای ما درآمدی نداره. چرا دروغ نگیم؟ این یوتیوب و این آگهی هایی که رو گوگل هست، مثلا دیدم ماه قبل 151.85 دلار به ما داده بود، بعد از 3 ماه، بعد از 2 ماه. بگذاریم، میگه که بسیار کارآمد هست از ویروس های گوشی تا شناسایی و ریپورت های مزاحم تبلیغاتی و احتمالاً کلاهبرداری و فیک. همین پریروز کلن من نمیدونم نصفی از نوشته های شما پیدانی شماره های بدون نام و مخفی ها رو هم انجام میده. خدا پدرت بیامرزه، یعنی این سیستم رو من از روی تلفن دستی، بابا یه ویدیو درست کن لامصب، اینقدر نرو با اوبر پول بساز، بشین با تلفنت یه ویدیو درست کن 2 دقیقه به هموطنات یاد بده، به اینایی که از تو پیرترن یاد بده. من نمیدونم این حس داوطلبانه کار کردن و مجانی کار کردن کی میخواد تو وجود ما زنده بشه. خود منم بده، ولی ماها که بچه‌هامون اینجا مدرسه رفتن یاد گرفتیم. آقا شنبه صبح بلند میشه، اگه من بهش بگم بیماره ببر بیمارستان نمیاد، ولی برم میخوام نمیدونم خوراک بدیم به اینایی که تو خیابونن، بریم نمیدونم. خب این مکزیکو cannot hear you on the phone، یعنی از اونجا حتی شما زنگ میزنی با واتساپ و اینا امتحان کن. آها به این خانمه گفتم که اتفاقا برات میفرستم، گفتم ما قبلا تلفن داشتیم بیرون انگلستان و اینها، گفت الان بهتون میدیم
اگر این تلفن روزانه 100 نفر بهش زنگ بزنن. گفتم خب مری خانم، خانم مری مقدس، اگر این روزی 100 تا زنگ میزدن که دیگه من نمیخواستم برای اروپا و برای انگلستان، من میگم شاید آمریکایی‌ها وضع تلفنشون بهتر از لحاظ فیسبوک و اینها از اون استفاده میکنن، برای اروپایی‌هایی که هنوز ممکنه مثل من وضع مالیشون چی باشه، برای اونا این تلفن رو بذاری. بعد تو میگی اگه این 100 نفر، برمیگردیم به اون حرف همکلاسی و همکار قدیم من آقای رحیم فیروزی در ایران، میگه خدا ذلیل کنه آدم بدبخت. گفتم چرا آقا این که بدبخت هست؟ میگه خب اینه دیگه، هم خدا بدبختش میکنه هم جامعه بدبختش میکنه. شما نگاه کن، خودت نگاه خودت کن. روز اولی که اومدی، من یادم، ما میرفتیم به این بانک دامینیون التماس میگنیم آقا خب یک کردیت کارت به ما بده. میگه نه شما سابقت کمه. اولین کردیت کارتی که یکیشون بهت میده، همه اونای دیگه میخوان بیان از این دوز بدوزن تو رو ببرن اونجا، بیا آقا اینو بگی بهت اینقدر میدیم، بیا اینقدر بگی فلان اینا. خب این همونه دیگه، به اونی که بیچاره و بدبخته هیچ کس کمک نمیکنه. خودمون هم همین جوریم خدایش. اگه یه دوستی داشته باشیم وضعش بد باشه، سعی میکنیم باش کمتر رفت آمد کنیم که یه وقت خدای نکرده نگه 50 دلار بده قرض من. ولی اگه یه دوستی داشته باشیم وضعش خوب باشه، سعی میکنیم هی باهاش رفت آمد کنیم. حالا میگیم اگه یه وقت ما بهش احتیاج داشتیم میتونه کمکمون کنه. جالب اینه که بیشتر مواقع همینایی که وضعشون خوبه میان گوشتو میبرن، از یه پولی قرض میکنن، فوری بهت پس میدن، تشکرم میکنن، یه شام مجانی هم بهت میدن، بار دوم یه پول بیشتری قرض میکنن، دیگه هر چی گفتی میگه آقا بهت گفتم، هر وقت گیرم اومد بهت میدم. به جاش هم یه فوش استفاده میکنم، حالا ندارم، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. اینم از بله، میگه که بیش از 500 میلیون نصب شده، امتیاز بالایی هم از کاربران گرفته. این لینک دانلودشه در گوگل پلی. مرسی. حالا احتمالاً وقتی اونو میذاری، اون میاد اینفورمیشن تو برمیداره، بعد به اون تلفن‌ها میگه حالا اگه میخواین شما زنگ بزنید به سوربی، این تلفنش بلاک، بیاین از سیستم ما استفاده کنین. تو دیگه میدونی با اوبر کار میکنی، اوبر هر مسافری که میاد میشینه تو ماشین شما، از بس مزاحم هم دیگه شدن، شماره ها رو بلاک میکنه، شماره جدید براش درست میکنه. یعنی من اینجا سوار ماشین میشم، میرم تا این فروشگاه 3 دقیقه، به من یه شماره جدید میدن. باورتون میشه این سیستم تا کجا داره میره؟ شماره من اگه میخوام زنگ بزنم به این راننده، یه شماره به من میده، یه شماره به اون میده، من به اون شماره زنگ میزنم، اون شماره به اون زنگ میزنه، اون به راننده. دو تا شماره ما میبینیم که مال هیچ کدوممون نیست. از بس طرف مثلا یه مسافری سوار کرده، یه دختر خانم خوشگلی بوده، بعد این آقا حالا نصف شب وایساده دم ایستگاه قطار منتظر مسافر، میگه خب بذار به این زنگ بزنم، زنگ زده مزاحم شده، سیستمش اینجوری شده. ولی این واقعا به کجا میخواد برسه این سیستما؟ چقدر شماره تلفن میخوان درست کنن؟ ولی خیلی از این پروگرام‌ها اینجوریه، همش اینه که شما رو به دست بیاره، چیزای شما رو بگیره به دیگران بفروشه. همین امروز من کردیت کارت دارم از یه بانکی، برای من نوشته که فیسبوک چون 50 میلیون یا 500 میلیون نمیدونم چیزا رو، اینفورمیشن ها رو به باد داده، حالا اینجوری کرد و فلان اینا، شما برای سکیوریتی خودتون اینجوری کنید. ما شدیم نوکر بیجیره و مواجب اینها. یه روز این میگه برای سکیوریتی خودت اینجوری کن، فردا اون میگه برای سکیوریتی خودت اینجوری کن. هر روز اگه بخوای هم باید نگران باشی، هم کارهای اینا رو انجام بدی. میگه اگر 100 نفر زنگ بزنن تلفن قطع باشه، از کجا میدونن چند نفر زنگ زدن؟ نمیدونم والله. روزانه حداقل 3 تلفن قلابی هم به من میشه. کلاتو بنداز بالا آقای سلیمانی. این آقای جیمی کیمل گفت سال آینده نصفی از تلفنایی که شما بهت میشه در طی روز، اگه 100 تا تلفن داری 50 تاش، 20 تا تلفن داری 10 تا، 6 تا تلفن داری 3 تاش همینایی هست که هی بهت میگه آقا قرض دانشجویی، وام دانشجویی عقب افتاده، یا ماشین وارانتیش باطل شده، ضمانتش باطل شده. از این تلفنایی که من نمیدونم اینا واقعا کسی هم هست بگه اوکی حالا من میخوام وامم رو عوض کنی، یا من ماشینم، اصلا کسی به اینها رسمیت میده یا بهشون اعتماد میکنه؟
نمیدونم، من که سعی میکنم هر جوری بشه ببندم بره. میگه برای اینکه مسافر راننده با هم گاوبندی نکنن، شماره طرفین رو از سرور خودش فوروارد میکنه. نه 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 نه، این نیست. چون اگه بخوام با هم گاوبندی کنن، وقتی اومد نشست میدونه این شماره مال این نیست، اونم مال اون نیست. خیلی وقتا شده به من میگن که شماره تو چنده، من شماره خودم بهشون میدم و اوبرم هیچ کاری نمیتونه به شما بکنه، چون ممکن برای یه جای دیگه بخواد استخدام میکنه، بخواد برای کار پیدا کنه توی کار ساختمون، اون فرق میکنه. نه، اگه شما تا حالا امروز اینجوری فکر میکردی، برو فکر. دلیل اصلیش مزاحمتایی که اینها برای همدیگه به وجود آورده، هم مسافرین برای اینها، هم راننده اوبر برای اونها، اینه که شماره ها رو بهشون میگن ماسک، یعنی مثل ماسک میزنه رو صورتشون، اون نشناسه اون نشد. والا خب من برای یه خانم کره‌ای مثلا بهم گفت که ما ماشین اینجوری میخوام، گفتم ما داریم ماشینی که 15 نفر سوار میکنه، ماشینی که 7 نفر سوار میکنه، شماره رو میگیره با خودت تماس میگیره مستقیما، چون اونجا نمیخواد مثلا حالا بره رو اوبر، شما رو بری رو اوبر چجوری میتونی حالا اوردر بدی یه لیموزین 15 نفره بیاد؟ اون نیست عزیزم، اون برای مزاحمت ها شماره رو کاور میکنه، ولی برای که گاو اصلا اوبر دیگه انقدر پول در میاره که نگران این نیست که من و شما گاو بندی کنیم مثلا کامیشن 30% 40% 4 دلار 5 دلار ما رو نگیره. از موقعی که این آقای دارا خسرو شاهی اومده همچی همه رو چلونده، میگن درآمد اوبریا شده نصف درآمد 4 سال پیش. یعنی ما ایرانی ها وقتی میشیم مسئولیه جایی، اولین کاری که میکنیم سعی میکنیم پدر زیر دستی هامونو در بیاریم و غلام و چاکر بالا دستی ها باشیم. همون چیزی که آقای آریانپور عکس فرستاده بود، تیمسار 4 ستاره ما دولا میشه دست پسر 11 ساله رو میبوسه، ولی همه این اگه شما جرأت داشتی تو خیابون بغل ماشینش رد بشی. روزگار غریبی است نازنین. بذارید یک نگاهی به وبسایت و به این نامه هایی که براتون گذاشتم اینجا انجام بدیم و بعد بریم سراغ آقای لادن، امیر حسین لادن، پژوهشگر، نویسنده، و بعضی ها میگن کنشگر، بعضی ها میگن تلاشگر سیاسی، و ما همینجوری هنوز قدیمی میگیم فعال سیاسی. بله، میگه یک بار زدی تو خال. آقا من خیلی میزنم تو خال، شما نیستی، شما میپری از این شاخه به اون شاخه. اون روز بعد از اون برنامه من به شما جواب دادم وایسادی یا رفتی آقای کاووسی، و خیلی از بینندگانم راجع به شما بعدا با خود من تماس گرفتم، گفتم نه آقای کاووسی آدم خوبیه ولی زبانش تلخه، مثل من، منم آدم خوبی هستم زبانم تلخ، یکم باید شبا زبانتون رو بذارید، مثل اینایی هست که دندونشون مصنوعیه میذارن تو آب نمک، من تو هم با زبانمون در بیاریم بزنیم توی ظرف شکر تملق بشه برای ایرانی. خب خیلی ممنون که با ما هستین. ترامپ مانند لابستر یا قورباغه‌ای در آب جوش، خواهرش زاییده شده، بر وزن زاییده پیدا کنید. نوشتش توی صفحه فیسبوک من هست، الان بهتون نشون میدم که براتون میگه که چجوری این خواهرش آمده یک گزارشی رو فرستاده و اون گزارش آمده دهن ترامپ رو زاییده. دلارهای شما رو خریداریم. اینه A financial disclosure of for... بله، اینجا بذارید صفحه رو باز کنم، صداش رو ببندم، تصویر این مردک دیوانه رو هم نشون میده. کامرای دو اینه A financial disclosure from Donald Trump sister led to the New York Times report on his taxes. کلمه disclosure رو تو ایرانی چی بگیم؟ خیلی این آقای شبستری همیشه توضیح میداد که من دیسکلوزرها رو هم دیسکلوز میکنم که طرف بدونه، توضیح میده، یا مثلا مثل نوت که میگن مشخص میکنه که بفهمی. میگه که مسیج مرا خواندید؟ کجا عزیز من؟ اگر روی فیسبوک مسیج میذاری که نه، کجا فرستادی مسیج؟ و
مسیجی هم روی چیز نمیبینم، ایمیل نمیبینم. در هر صورت قرار شد بریم یه چند تا 5-10 دقیقه دیگه وقت داریم، یه چند تا از این برنامه ها رو ویدیوها و اینها رو ببینیم. اون نوشته دوستمون به نام آقای مرداد اگه اشتباه نکنم اون رو هم براتون بخونم، اشتباهات برنامه خلیج فارس. بله این نامه رو آقای نوشته که خودش رو ام ام خطاب میکنه، اینجا یه شیرینی های هست، ام ان ام، یک چی بهش میگفتیم، اسمارتیز، یه چیزی بود تو ایران هم میگفتن بهش که وسطش کاکائو، روش یه چیز شیرینه، سبز، زرد، قرمز و اینا، هر از مدتی هم یه رنگ جدید اضافه میکنن یا یه چیز جدید. همینجا، نه من ندیدم، آخه من اینجا قرار نیست نگاه کنم عزیز من، دوربین اینجاست، من اینجا حالا یه نگاه میکنم، ولی بعضی چیزا میاد. آها، در کانادا بیشتر از 5 جور ملیت هست ولی سرویس بیشتر، ولی سرویس بیشتر. خب یعنی چی؟ اصلا من نمیفهمم، الان شما به من گفتی، رفتم این بالا. در کانادا بیشتر از 5 جور ملیت هست ولی سرویس بیشتر، من نمیفهمم. این همونه، وقتی یه چیزی برای یکی مینویسین، بارها گفتم دلیل نوشتن شما اینه که چیزی که تو مغزته میخوای به من منتقل کن. خودتو بذار جای من، بگو سوربی که اینو میگیره حالا مغز این چی فکر میکنه. بعضی وقتا با 2 کلمه توضیح بیشتر شما اون رو واضح مشخص میکنی، معلوم میشه. خیلی ممنون. به این برای شما، مرسی. خب اینو گذاشتم اینجا، یادم باشه دوستان، آقای ماز جبرانی فکر کنم یه 2 سالی میشه نیومده اینجا، بعد از چند مدت چون گرفتار اون فیلم سوپریر دونات بود داره میاد واشنگتن. من هر وقت که تونستم، اگر به اصطلاح کاری نداشته باشم، مسافرت نباشم، حتما میرم برنامه‌هاش رو نگاه میکنم. اینه ماز جبرانی، 11 نوامبر میاد کندی سنتر. حالا اینجا شاید چون نور زیاده و این کاغذها هم بعضیاش کاهی نیست، بعضیاش خیلی برق میزنه، معلوم نیست. براش نوشتم اگر ویدیو کلیپی داری بفرست من نگاه کنم. بریم این نامه این دوستمون رو بخونیم. نوشته که با سلام خدمت آقای سوربی گرامی، با تشکر از برنامه‌هایتان در مورد برنامه این هفته دوستمان از خلیج فارس، متاسفانه شامل اشتباهات فاحشی بود که ظاهرا شما هم یا متوجه نشدید و یا به روی خود نیاوردید. این فلسفه دسیسه تو مغز ما ایرانی ها، مثلا من متوجه شدم ولی به روی خودم نیاوردم. آقا منم وقتی نقل طول و ارتفاع و اینها رو گفتن، گفتم مطمئنید 650 متر یا 600 متر، شاید این 600 فوت باشه. بعد سعید فرستاد که آقا این 600 متر اینقدر فوت. اینا دسیسه رو از کلتون بکنید بیرون. خب این قسمت، حالا همه این ماجراها تا حالا 3 جمله برای اینه که ایشون میخواد بگه این دوست ما یه چیزی رو اشتباه گفته، یا شاید هم اون دسیسه کرده، میخواد برج ساعت عربستان رو 1 متر بیشتر به ما بچپونه. خدا، عجب ملتی هست. به هر حال تعداد شرکت کنندگان ایرانی در مراسم حج حدود 80-85 هزار نفر میباشند، در حالی که ایشان فرمودن 750 هزار نفر، یعنی حدود 10 برابر. ضمناً در مورد ارتفاع برج ساعت مکه هم با احتساب میله بالای برج، ارتفاع آن 601 متر است، در حالی که ایشان می‌فرمایند ارتفاع برج 600 متر و ارتفاع میله بالای آن 150 متر، یعنی کل ارتفاع می‌بایستی 750 متر باشد که اینگونه نیست. به پیوست عکسی هم از مرتفع‌ترین برج‌های جهان می‌فرستم که ملاحظه خواهید فرمود. در مورد وزن مسائلی به کار رفته هم که بماند، نمی‌دانم با این تفاصیل چقدر می‌شود به بقیه اطلاعات ایشان اطمینان کرد. آقا هیچ اطمینان نکن، هیچ اطمینان نکن. یعنی اگه شما خواستی یه برج بسازی، به این دوست ما که مهندس ساختمونه اطمینان نکن، یه مهندس دیگه پیدا کن. اینم یه بدبختی از ما. آقا این آمده یه چیزی گفته، من و شما، حالا کلمه کوست نه، کریوس،
رفتیم دنبالش. کریوس چی میشه به فارسی؟ برامون جالب بوده رفتیم دنبال جستجو کنیم ببینیم چی. 4 تا اطلاعات به دست آوردیم. این طرف کاری که انجام داده، خدمتی که انجام داده، اجر خودشو گرفته. اگه به اجر با پاداش یاد دادن خودشو گرفته، حتی اگه یک کلمه غلط به شما یاد داده، شما رو فرستاده این کاغذ رو چاپ کنی، عکس بگیری برای من بفرستی، یا پیست کپی و پیست کنی برای من بفرستی. اینه اصل. بهتون گفتم اینجا اکابر و مدرسه دبستان نیست. بذارید یکم بریم بالاتر، به خودمونم یکم کردیت بدیم. اینجا دانشگاه، همه دانشجو هست. حتی اگر استادم بیاد اونم دانشجوه، اونم از اینجا که میره بیرون میره اونورتر داره دنبال دانش میگرده. ولی شما همه اینا رو بریز دور، حالا مساحت و ارتفاع و وزن مساله رو بریز دور، این قسمتش جالبه. در ضمن مایلم از شما بابت اینکه امسال تا حد امکان مراعات پوششتان را در ماه محرم رعایت فرمودید تشکر نمایم. فرمودید بگذار بدخواهان هرچه میخواهند بگویند، ما که میدانیم. آقا مرداد، اتفاقا شما نمیدونی، چون اگه یادت باشه من تا پارسال با مینی ژوپ میمدم و سینه هام هم تا اینجا باز بود، امسال به خاطر شما اومدم من محرم. آقا ببخشید اینو میگم آقا، ولی واقعا خجالت بکشید. آقا بنده وقتی میام از سر کار میپرم دوش میگیرم میرم، اینجا هم یه کمدی داری، در کمد باز میکنی لباسات یه سری شسته شده است، یه سری یه ساعت پوشیدی گذاشتی، دوتا یه ساعت دیگه بپوشی بعد بدی بشورنش. اینا رو نگاه میکنی، حالا بستگی به ذوقت اون روز، بستگی به مودت، به حالت، به گرما، به سرما یه چیزی میپوشی. بیننده تلویزیون ایرانی اینقدر باید کلاسش پایین باشه؟ بهتون یه روز گفتم من میخواستم امروز مشکی بپوشم. خب خودمان میشناسیم شما رو. گفتم اگه مشکی بپوشم اون منین رو نگاه کن، فلان آیت الله مرده سربی مشکی پوشید. اگه قرمز بپوشم اون یکی میگه نمیدونم فردا بابای من میخواد بمیره، این از امروز رفته قرمز پوشید. آقا مرداد، آقا مهرتو زیاد کن، بذار آقا ما راحت زندگی کن. ممنونم ازت. به خدا بعضی وقتا میگم ای کاش شماها بیننده برنامه من نباشید، چون آدم ناامید میشه. میگه من اینقدر زحمت میکشم برای این موضوع، این ماجراها. آقا بزن تو ویکی‌پدیا شما بفهم ارتفاع این کیه، ارتفاع اون کیه. ولی ایشون اصلا داره یه چیز دیگه ای رو میگه، داره راجع به عقل بشر میگه، داره راجع به رابطه ایران و عربستان میگه که اینا با وجودی هم که با هم بدن، باز آخر چون سرشون توی یک ظرفه، هوای همدیگر رو دارن، نمیان ممنوعش کنن، نمیان بگن دیگه نرید عربستان یا هرچ. در هر صورت آقا منو به شدت ناامید کردی و از این بابت خیلی خیلی دلخور، نه خیلی افسرده میگن، ناامید شدم دیگه. مالیات در کانادا بیشتر از آمریکا، ولی خدمات دولتی بیشتر است. منظورشان این است. فکر کنم یک لینک کیبورد فارسی برای گوشی موبایل هم بذاریم مفید باشه. من گذاشتم، نمیخواد لینک فارسی بذاری، خود تلفنت بهت آفر میکنه. اونجایی که لنگویج داری میتونی آفر کن، یعنی بهت میده. گذاشتم، ولی آقا هر وقت میخواستم بین اینو عدد و اینها 10 بار باید میزدم تا بره رو فارسی، 10 بار باید میزدم تا از فارسی بیاد رو انگلیسی. بعد گفتم آقا نمیخوام، ولمون کن، من در تمام شبان روز من 5 تا تکس نمیفرستم. حالا از این 5 تا تکس چند تاش ایرانیه که من بیام یک کلید کیبورد دیگه بذارم؟ من هنوز این تلفونا رو مثل تلفن امرجنسی استفاده میکنم. شما چطور؟ شما هر وقت مثل آقای نجاری رفتید فروشگاه، وقت دارید، اگه به زنتون زنگ بزنید فوشت میده، زنگ میزنید به سوربی، سوربی جان اومده بودم آکشن یه 2 ساعتی با رانندگی کنم، الانم خوابم میاد، میخوام با تو حرف بزنم که خوابم نره. خب آقا این همچی دوست شما باید میدازی سطل آشغال، باید حرف سعید گوش کنی، آشغال با آشغال. بله اینم از ساعت 3 بعد از ظهر. ببینم آقای لادن هستن، با ایشون صحبتی داشته باشیم درباره رضا شاه روحت شاد.
این شعار bases its false allegations are extremely in ببخشید اون لینکی که باز کردم مال ترامپ هنوز داره حرف میزنه. آقای لادن ببینیم که به به اجازه بدید که تصویر ایشون رو من بدم به سیستم اینجا دوستان و با شماها هم باشیم و از صحبتای ایشون استفاده کنیم مثل همیشه. آقای لادن سلام، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که این هفته تونستید با ما باشید. درود بر شما و بینندگانتون، سپاسگزارم از این فرصت. ممنونم. در یکی دو ماه گذشته تظاهراتی که در ایران شد ویدیوهایی یه دفعه پخش شد که دیدیم چند نفری حتی توی استادیوم فوتبال چند هزار نفری از این ور شعار میدادن، یکی میگه روحت شاد، اون ور میگن رضا شاد. ما میخواستیم از شما سوال کنیم و شما لطف کنید در مورد این شعار که چند روزی هم بعدش محور گفتگوی سلطنت طلبان و کمدانان و گمراهان شده بود صحبت کنید. من اینا رو میگم نادان، چون شما معمولا میگین کمدان، منم یاد گرفتم کمدان. ای کاش میتونستیم یه چمدان پیدا کنیم، این کمدانان رو میکردیم در این چمدانها. چون یادم اوائلی که من تلویزیون ایرانی گوش میدادم همه اینها به مردم میگفتن چمدوناتون رو باز نکنید، ما تا 6 ماه دیگه میریم ایران. پس حالا این کمدان و چمدان رو رها کنیم، بیایم به سراغ شما. برای ما بگید که این شعار چی بود؟ همزمان اون مجسمه مومیایی آمد و اون به اصطلاح چیز و بعدم رفت. حالا که دیگه مردم اسیر دلارهای خانگی و اسیر طلا و اینا هستن و منتظر نوام، ولی باز هم برگردیم به اون شعار. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید. سپاسگزارم. با درود دوباره به بینندگانتون. بکنم همه هفته پیش به ویژه کسانی که توی خارج ایران هستن و در آمریکا هستن، کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا رو که داشت در مورد شخصیت آقای کوانا بررسی میکرد دیده باشن یا در مورد شنیده باشن، یه جمله بارها تکرار میشد و اون جمله بود speaking truth to power. speaking truth to power یعنی بیان حقیقت در مقابل قدرت یا بیان حقیقت در مقابل حکومت. یکی از بهترین نمادهای این پدیده توی میهنمون فرخی یزدیه که تمام عمرشو گذاشت برای عدالت طلبی و آزادیگری و در پایان در زندان رضاشاه به قتل رسید. فرخی یزدی یه شعری داره که من ازش خیلی استفاده میکنم و فکر کنم پاسخگوی این مشکل اینجاست. میگه دردی بتر از علت نادانی نیست، جز علم دوای این پریشانی نیست. با اینکه به روی گنج منزل دارد، بدبخت و فقیرتر ز ایرانی نیست. این شعر شعار رضا شاه رو برای من مجسم میکنه. ما هر روز توی صفحات فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی هزاران پست می‌بینیم در مورد حمله عربان و بلاهایی که سر ایران و ایرانی آوردن 1400 سال پیش، و به درستی اعتراض می‌کنیم، پوش می‌دیم، توهین می‌کنیم که چرا ایرانیا با یورش عربان به میهنمون و تحمیل اسلام به مردممون بیگانه هستن. به نظر من کاملا این اعتراض به جاست، ولی این اعتراضات در حالیه که اکثرمون، بیش از 95% از ما، از حوادث مهم و سرنوشت‌ساز 100 سال گذشته میهنمون بیخبریم. برای مثال کسانی که شعار رضا شاه رو میدن تا
تصویر نادرست، ناکامل و ساختگی دارند. کسانی که در مورد کارهای رضا شاه سازندگی و تجدد برای او سینه میزنند، اکثرا همون کسانی هستند که در ماه محرم برای مظلوم بودن حسین سینه میزنند. رضا خان از یک سو بی سواد و ناآگاه بود و از سوی دیگر تمام عمرش رو توی فضاخونه و سربازخونه گذاشته بود. آنچه داشت و آنچه آموخته بود در دو چیز خلاصه بود. اونی که داشت یه هیکل گنده، قد بلند و قوی بود، و آنچه آموخته بود زور، خشونت و بددهنی بود. یعنی هیچ گونه آگاهی و شناخت نداشت و نسبت به این کارها و سازندگی هایی که به او میچسبونن در جهل مرکب بود. میرسیم به امنیت، سازندگی و نقش دیگران مثل انگلیس یا نخبگان. نخست امنیت. ساده ترین این چند تاست، برای اینکه انگلیس برای پیاده کردن برنامه های خودش نیاز به برقراری یک حکومت مقتدر نظامی داشت. حسن این موضوع، حسن این حکومت برای میهن ما این بود که به زور تو کشور امنیت برقرار شد و همینطور شد و ما همه خوشحالیم که چنین شد. دوم سازندگیه. اینجاست که اکثر همیهنانمون، من لغتی کمدانه به کار میبرم، سه تن از نخبگانی که کارهاشون به نام رضا شاه ثبت شده، عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور هستند. این سه تن هم در خلع احمد شاه و به سلطنت رسوندن رضا خان نقش کلیدی داشتند و همین که بعدها ستونهای اصلی رژیم رو تشکیل دادن. نقش و سرنوشت این سه تن میتونه مسئله رو یک کمی باز کنه. اولیش تیمورتاشه که از طرف مردم خراسان توی دوره های دوم تا پنجم مجلس نماینده بود. دو سال از طرف یکی از کابینه ها شد والی کرمان و بلوچستان. توی دوره پنجم که داره تو مجلسه، زمانیه که رضاخان سردار سپه تشکیل دولت میده و تیمورتاش میشه وزیر راه، ولی این فقط یه چیز ظاهری بوده، برای اینکه وظیفش این بوده که هموار کنه اوضاع رو برای خلع قاجاریه و پادشاهی رضا شاه. سرانجام تلاش این سه نفر که نام بردیم در آذر 1304 به نتیجه میرسه و سلطنت به رضا خان انتقال پیدا میکنه. تیمورتاش این واقعا شخصیت عجیبیه، یک آدم بسیار مقتدر و درستی بود، درستکار بود، درستگو بود. البته یه خود عیاش بود، دوستش مشروب بخوره، قمار بکنه، ولی در نظر کاری بی نظیر. و 7 سال کلیه امور کشور توی دست او. داریم در موقعی درباره دوره ای صحبت می کنیم که رضاشاه همونی که گفتیم، یعنی یه آدم قلدر قلشما و شعور و داناییش در حد یه سربازخونه قضاخونه است. 7 سال تیمورتاش قائم مقام سلطنت معلم، مربی و رهنمای رضا شاه. این میخوام یه چند جمله از دیگران اینجا براتون بگم. یکیش باقر عاملیه که مینویسه وقتی تیمورتاش از طرف نمایندگان دوره ششم کاندیدای نخست وزیری شد، شاه به تیمورتاش گفت شما کاملا به منویات من آشنا هستید و میدانید دست راست من است.
و همانطور که بارها گفتم امور خشونی را من اداره می کنم و امور داخلی و سیاست خارجی را شما. من تو را رئیس الوزرا نمی کنم، ولی اختیار انتخاب رئیس الوزرا و وزیران را به تو می دهم. هر کس را می خواهی به مجلس پیشنهاد کن. و تیمورداش هم یکی از سیاستمدارهای قدیمی به نام مهدی قلی هدایت رو انتخاب میکنه و تمام اختیارات مملکت در دست تیمورتاش. ولی این قدرت و این اختیاراتی که در دست این بود، یک سری دشمنا رو در اطراف و اکناف تهران و ایران و دنیا براش ساخت. اینجا گفتگومون در مورد سازندگی. ایران از هر جهت نیاز به سازندگی داشت. مهمترین و بزرگترین چشمه درآمد ما چی بود؟ نفت. و این منابع نفت در کنترل مطلق انگلیس ها بود. حالا اینجا یکی دوتا مثال از چند تا کارشناس میخوام برای بینندگاه بخونم. اولیش دانیل برگن، متخصص انرژیه، می نویسه رابطه شرکت نفت با ایران و ایرانی مانند رابطه زالویی که خون را میمکد و محکومی که خونش مکیده میشود، کاملا یک طرفه و به نفع زالو. از طرف دیگر دولت بریتانیا نفت ایران را تاج سلطنت کشورش بر مستعمراتش میدانست و معتقد بود که به هر هزینه‌ای میبایستی برای انگلیس حفظ شود. دومین چیزی که میخوام بخونم مال نوم چامسکیه. میگه قرارداد نفت بی پی با ایران، بی پی اسم جدید شرکت نفت، یک سرقت خالص و اجحاف مطلق بود. ایران نیم قرن کفاره داد. ایرانیان در فقر و فلاکت و حقارت زندگی می کردن و انگلیس ها با خرج ملت ایران در رفاه و آسایش و نعمت بودن. صدها میلیارد دلار از ثروت ملی ایران که می بایستی برای آبادی ایران و رفاه ملتش صرف شود به حساب بی پی واریز می شود. با این حال، با وجود تمام این مسائل، انگلیس ها هنوز می خواستن یک تغییراتی توی این قرارداد بدن و میخواستن مدتش رو اضافه کنن. اینجا بد نیستش که یه توضیحی برای بینندگان بدم، یه مقداری بیشتر راجع به این قرارداد بدونم. خیلی خلاصه میگم که کسی خسته نشه. تو این قرارداد، یعنی قرارداد دارسی، به تایید مجلس نرسیده و انگلیس ها همیشه میترسیدن که یه روزی این قرارداد از دست بدن به بهانه این که مجلس تایید نکرده. دنبال این بودن که مجلس اینو تایید. دوم، وقتی این شرکت به وجود اومد، این شرکت، این بی پی که امروز میبینیم هفتمین بزرگترین قدرت دنیاست، این شروعش در ایرانه. سرمایه‌هاش از ایران بود. اون موقع توی قرارداد مینویسه که شرکت‌های جنبی که ما به وجود میاریم ایران درش سهیمه. حالا میخواد این اتوش دراره، برای که شرکت به وجود آورده و پول دارن در میارن. سومی چیزی میخواد از تو این دراره، توی قرارداد نوشته شده که تمام تسهیلات و تجهیزات و ساختمونهایی که شرکت در ایران داره که شامل پالایشگاه آبادان میشه، پس از 60 سال متعلق به ایران. انگلیس میخواد اینو دراره. و در انتها، در اون زمان 30 سال از دوران این قرارداد گذشته و انگلیس میخواد این 30 سال رو برگردونه سر جاش. اینجاست که میرسیم به این که اون ایرانیایی که میگن چه فرقی داره که رضا شاه رو انگلیس آورد یا نیاورد، فرقش اینجاست. انگلیس با روی کار آوردن و به سلطنت رساندن رضا خان، او را مأمور اجرای مقاصد خود به ویژه تغییر و تمدید قرارداد نفت کرد.
و اما تیمورتاج نه تنها مانع اجرای برنامه‌های انگلیس بود، بلکه تونسته بود شاه رو قانع کنه و بهش تفهیم کنه که بابا ما یه سهم بیشتری از این درآمد می‌خوایم و در ضمن می‌خوام بتونیم دفاتر رو بررسی کنیم. به ما اجازه نمیدن ما ببینیم که چند تن نفت اومده بیرون یا چند تن فروختن، همینطوری به ما میگن سهم شما اینقدر. اولین برخورد شدید تیمورتاج با انگلیس توی اوایل سلطنت رضا شاه بر سر نفت خوریان، بعد از اون کاپیتولاسیون رو لغو میکنه، تلگراف هند در ایران رو منحل میکنه، سلب حق انحصاری نشر اسکناس از انگلیس و واگذاریش به بانک ملی. انگلیس ها تمام این اقدامات رو از چشم تیمورتاش میدیدن. این در ضمنی که تیمورتاش به سهم درآمد ایران از نفت مرتب اعتراض میکنه و مبارزه میکنه باشون. نماینده های شرکت تو ایران به هیچ وجه حاضر به دادن کوچکترین امتیازی نبودن و اون 5 سال اول که ایران با اینا گفتگو میکنه هیچ تغییری پیدا نمیکنه. هر وقت هم ایران زیادی فشار می آورد، انگلیس با پول و تجهیزات اسلحه اشاعه رو به شورش وادار می کرد که دولت مشغول اونا بشه. آخرین ترفندی که زدن این بود که اومدن یک حسابسازی کردن در سال 1931 و سهم ایران از حق امتیاز شرکت رو کردن 307,000 لیره. این 1931 307,000 لیره. سال پیشش یعنی سال 1930 درآمد ایران بود 1,288,000 لیره. یعنی توی یک سال سهم ایران 75% تنزل میدن. میگفتن دنیا اقتصاد خوب نیست و البته مزخرف میگفتن، چون که همون سال که به ما 307,000 لیره میدن بیش از 1,000,000 لیره مالیات بر درآمد شرکت به دولت انگلیسه. خب این یک دگرگونی به وجود میاد، یعنی ایران اصلا نمیپذیره و تنها شخصیتی که میتونست حریف شرکت بشه و میتونست با انگلیس مقابله کنه تیمورتاش. به همین دلیل هم تیمورتاش توی شهریور 1310 میره به لندن برای مذاکره در مورد نفت. مذاکرات یه ماه طول میکشه و اونا زیر بار هیچی نمیرفتن. اون روزهای آخر تیمورتاش برگ آخر خودشو میزنه روی میز، چون تمام مدارک شرکت که شرکت مجبوره توی کشور خودش سالیانه بیلان بده، بهش میگن ترازنامه، این تمام اونها رو بررسی کرده بود، برای خودش کپی گرفته بود و با اون با استناد به اون ترازنامه ها میره به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت میگه با استناد به این ترازنامه ها شماها مشغول حسابسازی و کلاهبرداری هستید. خیلی جالب، توی خود انگلیس به مقامات انگلیسی میگه شماها دوز و کلاهبرداری. اینجا میرسیم به اون چیزی که قبلا اشاره کردیم راجع به فراخی یزدی. میبینیم که تیمورتاش هم نماد دیگری از چیه؟ speaking truth to power، بیان حقیقت در مقابل قدرت. مدیران شرکت برای اینکه سکه بذارن، صحت بذارن روی ترازنامه ها، میگن اگر ترازنامه ها اشکالی داشت چرا نماینده ایران همه رو زیرش امضا کرده؟ رو ببینیم نماینده ایران در شرکت کیه. اسمش از عیسی خان فیض که خودش و خانوادش تحت حمایه و موزور انگلیس بودن و عیسی از بچگی تو انگلیس بزرگ شده بود، مدرسه رفته بود، زندگی کرده بود و هنوزم توی انگلیس بود تا سال تا کودتای 1299 که انگلیس در ایران کودتا کرد، سید ضیاء و رضا خان آورد سر کار. اون موقع آقای فیض رو میاره ایران انگلیس و میکنه وزیر مالیه. دو ماه بعد میبینه که وضع ناجوره،
اون آقا رو میکنه مسئول ایران در شرکت نفت. یعنی چی؟ یعنی یه عامل مزدور انگلیس عیسی فیض میشه مسئول منافع ایران در شرکت، روباه مسئول مردونی و گرگ محافظ گوسفندا میشه. عیسی فیض در اواخر گفتگوی تیمورتاش با حکومت انگلیس مورد بازخواست تیمورتاش قرار میگیره و تیمورتاش بهش میگه داستان چیه؟ آقای فیض میدونست که رو شدن مسائل عواقب بسیار بد و خطرناکی براش داره، میره دست به دامن ارباباش میشه و با راهنمایی دستگاه های اطلاعاتی انگلیس مشغول دسیسه بازی و پرونده سازی و گزارشات دروغی محرمانه میشه به همکاراش توی ایران، یعنی اون دشمنای داخلی تیمورتاش، نصرت دوله و داور. دولت انگلیس چون باور داشت که صاحب اصلی نفت ایرانه، با تیمورتاش کنار نمیاد. همونطور که 20 سال بعد با مصدق و جبهه ملی هم کنار نیومد. ولی در مورد تیمورتاش انگلیس ها خاطر جمع بودن که تیمورتاش دست بردار نیست. اینا باش کنار نیومدن، میره یه راه دیگه شروع به مبارزه میکنه. اینه که انگلیسان تصمیم میگیره تنها راه نجاتشون نابودی و از میان بردن تیمورتاش. گام نخستشون از طریق آقای فیض که مشغول دسیسه بازی و پرونده سازیه و توی دشمنایی که همکارای فیض هستن و نوکرای انگلیس هستن، این باز برای آگاهی بینندگان خوبه، کسانی که در ایران دارن با فیض همکاری میکنن بر ضد تیمورتاش، محمد علی فروغی که اون موقع وزیر امور خارجه است، سرلشکر آیرم که رئیس شهربانیه، حسن تقی‌زاده وزیر مالیه است، حسین قلی نواب رئیس بازرسی بانک ملیه و همونطور هم که گفتیم عیسی فیض. اینا مشغول سمپاچی و پرونده سازی هستن و روز به روز با پیچ پیچ کردن دارن آتشه خشم رضاشاه رو شعله برتر میکنه. زمانی که هنوز تیمورتاش تو لندنه، ماشین توطئه سرلشکر آیرم مشغول کاره، راننده تیمورتاش رو میکشن و یکی از جاسوسای خودشونو به نام آوانس میذارن به جای اون و یه جاسوس دیگه هم میکارن توی دفتر مخصوص تیمورتاش. گام بعدی اداره اطلاعات اینتلیجنس سرویس انگلیس اینه که دستگاه های اطلاعاتی به مطبوعات انگلیس دستور میدن که یک سری مطالبی چاپ کنن و رادیو دربارشون گفتگو کنه در مورد دانایی، قدرت کار، لیاقت و کارهایی که تیمورتاش در ایران انجام داده. تمام جرایت شروع میکنن به مدح و ستایش تیمورتاش و می نویسن که تمام پیشرفت‌های ایران در چند سال اخیر همه مدیون راهنمایی و تدبیر تیمورتاش است. انعکاس این تعریف‌ها و تمجیدها باعث حسد و بدگمانی بیشتر رضا شاه به تیمورتاش میشه، به ویژه این مقاله تایمز. این خیلی جالب، ببینید چقدر اینها زیرک و شیطان صفت هستن. این مقاله میگه که مسئله کنارگیری رضا شاه از سلطنت، حتی احتمال مرگ او در این مورد می‌نویسه و میگه که ناظران سیاسی مدت هاست آگاهن که اداره کننده حقیقی مملکت و روح تشکیلات کشور عبدالحسین خان تیمورتاش است. از آن سرباز تندرست و قوی بنیه چیزی جز نمای ظاهری باقی نماند. بالا رفتن سن ممکن است ناچارش سازد از دخالت در امور سلطنت دست بردارد،
و اختیارات سلطنتی را به یک شورای نیابت واگذار کنیم. خب ببینیم، اشاره کردیم که سه تن از نخبگانی که کارهاشون به نام رضاشاه ثبت شده، تیموتاش، نصرت الدوله و داور، یک خورده بد نیست در مورد داور صحبت کنیم. نصرت الدوله داور، مثلا اشتباه اسمشو به کار بردم، علی اکبر داور، ایشون با گرفتن اختیارات ویژه از مجلس تشکیلات سابق عدلیه رو منحل میکنه و اساس دادگستری نوین ایران رو بنیان میکنه. سالها متخصصان و جوانا رو جمع کرده تا تونسته قوانین رو همه رو تجدید کنه و نوساز کنه. داور در موردش می نویسن که مردی بی نهایت وطن پرست و درستکار و خوشقلب بود و انقدر اعتماد به نفس داشت که جرأت و شهامت داشت کارو انجام بده، تصمیم قاطع بگیره و مسئولیتش هم بپذیره. داور بدون هیچ گونه تظاهر با از خودگذشتگی در راه خدمت به کشورش روزی 14 ساعت تو دفترش کار میکرده. خب یکی از دوستاشون که نصرت الدوله بود پس از 3 سال دستگیرش میکنن، زندانیش میکنن، میکشن. و حالا نوبت تیمورتاشه، پس از 7 سال گرفتنش، زندانیش کردن و کشتنش. داور اون روز که میفهمه که تیمورتاشو کشتن، میره خونه و خودکشی میکنه. یه عده میگن خودکشیش کردن. میبینیم که هیچ کدوم از ستونهای سلطنت رضا شاه عاقبت به خیر نشدن و سرانجام قربانی هیولایی شدن که به دست خودشون ساخته بودن. سپاسگزارم. خیلی ممنون. یکی همون سوالی که شما پاسخ دادین ولی من متوجه نشدم، چه فرقی میکنه که رضا شاه رو انگلیس آورد یا نه؟ شما تو صحبتاتون گفتید، اگه اینو یه مرتبه دیگه تکرار کنیم ممنون میشم. من فکر کنم در پیش از این گفتم که علتش این بود که یک خواستها و مقاصدی داشتن و نمیتونستن اینو با یک دولت و یا یک مجلس انجام بدن. نیاز داشتن به یک نفر قلدر که تمام اهرم‌های کنترل دستشه و خواسته‌هاشون رو اون انجام میده، و اون شخص رضا شاه. و پس از اینکه اون آوردن سر کار، حالا من نمیخواستم دیگه اونو تکرار کنم، ولی برای خاطرتون باشه، یه دفعه در صحبتامون با هم بیان کردم که قرار داده که 1933 که بهش میگن لایحه الحاقی همونه. توی اون قرار داد اون چیزایی که انگلیس میخواست که من یک یکی شمردم، یکیش این بود که اون وسائلی که متعلق به شرکت پس از 60 سال به ایران داده نشد و اینا از اون در آوردن و بعدها قیمت اون بود ما بین 600 تا 800 میلیارد پوند که ایران پرداخت کرد. یعنی اولین قدمشون بود. یه چیز دیگه این بود که میخواستن به تایید مجلس برسن و رضا شاه به مجلس کمیته تایید کنه. و بعد از که رضا شاه از ایران اخراج کردن، همه اقرار کردن که جرئت نمیکردن بگن نه. یکی دیگه این بود که میخواستن ایران سهامی در شرکت‌های وابسته نداشته باشه. اونو حذف کردن. چهارمیش این بود که میخواستن قرارداد 30 سال دیگه بهش اضافه بشه. دامونم کرد. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنین که هستی ایرانی که در یک کشور بیگانه چپاول میکنه، مأمورشون که یه عده دارن براش سینه میزنن، روحت شاد، مأمورشون 30 سال دیگه میگه میتونین ایرانو چپاول کن. من ممنونم از شما. شما صحبتاتون یه بار واحد پول رو به لیره گفتید، یه بار به پاوند. من فکر کردم اون موقع واحد پول لیره بوده، ولی حالا که گفتین پاوند، یکم برام به اصطلاح شبهه ایجاد شد. چرا این دوتا رو استفاده؟ همه چی به لیره بود و میدونین که بعدن تبدیلش کردن در انگلیس به پوند
در آمریکا البته دلار بود که هنوز تا جنگ جهانی دوم دلار نقشی نداشت و پوند نقش داشت و اون مبلغی رو که 600 تا 800 میلیون پونده برای این که زمانش پس از سرنگونی مصدق اعلام شده. شما صحبت از مصدق کردین، دادگاه لاهه دو سه روز پیش یا دو روز پیش بود که به اصطلاح حکم داد که آمریکا خلاف قوانین بین المللی عمل کرده و چون دادگاه لاهه را یه جایی به عنوان دادگاه بین المللی میشناسن، یعنی اسم اصلیش اونه، و به اصطلاح حکم به محکومیت آمریکا داد. آمریکا هم خب این لات شارلاتان فوری گفت ما اصلا نمیخوایم تو این باشیم و اون به اصطلاح لایحه 1955 رو هم لغو میکنیم. نظرتون در این مورد چیه؟ مسلما همونجور که اشاره کردیم ترامپ جز گروهی تو آمریکا، یه گروه اقلیت هن، اعتقاد دارن به تئوری توطئه و میگن این چیز سازمان ملل و دادگاه بین الملل اینا همش توطئه جهانیه و ما نمیخوایم با اینا باشیم، نمیخوایم عضوش باشیم. برای همین هم اگه خاطرتون باشه از کمیسیون حقوق بشر هم اومدن بیرون و دارن این داره روز به روز آمریکا رو منزوی تر میکنه این کارها و این حرفای جانور. خیلی ممنون. امروز یکی از دوستان با من تماس گرفت، یه عکس بسیار قشنگی روی فیسبوک شما هست، عکس اون کتابخونه، و گویا ایشون وقتی که ورق زده بود عکس‌ها رو یه عکس شما رو دیده بود که ریش نداشتید، با سیبیل بودید، فقط میگفت که با آقای لادن پیشنهاد کنید که اون به اصطلاح اون کار رو انجام بدن، جوانتر لوک میکنن. یا در صورت دوستان من فیسبوک شما رو هم نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم، AH یا امیر H لادن، همین که الان میبینید رو صفحه وبسایتشون هست اندیشکده.net که این رو هم بهتون نشون میدم، یعنی شما یا از طریق وبسایت باشون تماس میگیرید یا از طریق فیسبوک و ایشون هم پاسخ میدن. از این بابت ممنونم. دوستمون شما از انگلستان صحبت کردید، ام کوین یکی از ماموراشو فرستاد و ایشون سوالی کرده که من خودم هم در موردش جواب میدم، ولی دوست دارم که جواب شما رو هم در این مورد داشته باشه. آقای لطیف زمانی که وکیل هستن در انگلستان پرسیدن چرا ما از گذشتگان یاد میکنیم؟ شما چرا نظرتون چیه و چرا باید از گذشته و گذشتگان یاد کرد؟ جام سر صداتون قطع شد. آقای لطیف الان صدا میاد؟ بله. آقای لطیف زمانی از انگلستان سوال میکنن چرا ما از گذشتگان یاد میکنیم؟ بد نیست که در این مورد صحبت کنیم. به نظر من میخوام اینجوری پاسخ بدم، بلکه من یه چیزی نوشته بودم در انتها موقع خداحافظی خدمتتون بگم و اجازه بدین در مورد اون بگم. ممکنه این یه سوالی شده بود که ربط شعار رضا شاه به اوضاع امروزمان چیست؟ دقیقاً در همین رابطه آقای لطیف زمانی بله. بدون کوچکترین تردید ما تو ایران نیاز به یه دونه دولت مردم سالار ایرانی داریم که حکومتی باشه که مردمی و زمینی باشه، که قانونمندیش از مردم باشه، ولی باید یه حکومت مستقل باشه بدون وابستگی به قدرت بیگانه. پرسشی که من برای خودم مطرح کردم میخوام با شما در میون بذارم، فکر کنم یک جواب غیر مستقیم به جناب زمانی بده، و اون اینه که آیا رضا پهلوی از تجربیات پدر بزرگ و پدرش هیچ نیاموخته و درس نگرفته که وابستگی به بیگانگان، نداشتن پایگاه مردمی، نتیجهش آوارگی و دربدری است؟ سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. من معمولا دوستانی که این سوال رو میکنن
بهشون میگم یعنی شما هیچ وقت تو خانوادتون از پدر بزرگ، مادر بزرگ، از پدری که فوت شده صحبت نمی کنین؟ همچین که شناسنامه رو باطل کردن، جسد رو خاک کردین، تموم میشه و میره و ما داریم که بابا گذشته چراغ راه آینده است. داریم که اونهایی که گذشته رو نمیدونن اشتباهاتش رو دوباره تکرار میکنه. من از شما ممنونم. آقای خوشنودی دوست ما از کالیفرنیا، همشهری من هم هستن، ایشون نوشتن من به همان لیاقت و جنگجویی و نظامیگری خوب رضا شاه هم شک دارم، چون یکی از دلایل موفقیت های رضا شاه در سرکوب سران شورشی عشایر و اقوامی که توسط خود انگلیس تحریک و مجهز می شدن با خالی کردن پشت اونها توسط خود انگلیس بود که دست رضا شاه را برای سرکوب پیروزی بر اونها رضا شاه رو در ایجاد ثبات و امنیت ایران قهرمان جلوه دادن و همین صحبتی که الان هست که هرچی باشه امنیت را به اصطلاح آورد و امنیت داریم. و آهان خیلی جالبه آقا، ایشون ربطش داد به همین برنامه‌ای که الان آخونده میگن و میگن ببینید ما در خاورمیانه امنیت داریم، یعنی اینم یه جواب برای سلطنت طلبا. خب اگه شما به امنیت رضا شاه میبالید و مینازید، آخونده هم دارن همینو الان به رخ مردم میکشن که ببینید ما چه امنیتی داریم. ما حتی اگه میخوایم جنگم بکنیم، جنگ رو به صورت پراکسی یا نیابتی در کشورهای دیگه انجام میدیم و نمیذاریم شما یک شب خواب آسودتون و تماشای تلویزیون های ترکی فراموش بشه. از شما ممنونم آقای لادن، اگر صحبتی دارید بفرمایید. دوستان میتونید سوالاتون رو چه امروز، چه فردا، چه روزهای دیگه در فیسبوک مطرح کنید یا با خود آقای لادن تماس بگیرید. این سوالات شما، این گفتشنودها به اصطلاح برنامه میشه برای برنامه‌های آینده که باز هم با شماها باشیم. خیلی ممنون که با ما بودید. بفرمایید. سپاسگزارم. آخر هفته خوبی برای شما و بینندگانتون و همیهنانمون آرزو می‌کنم. ممنونم از شما. من هم بهترین‌ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خیلی ممنون که با ما بود. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. فیسبوکشون رو یک بار دیگه بهتون نشون میدم، امیر اچ لادن، و وبسایتشون هم اندیشکده.net. یادتون باشه اون اچ آخر رو نذارید یا ننویسید. اون روز یک نوشته از آقای شبستری برای من آمده بود، این شب دور همی رو یه جوری نوشته بودن مثل شبه یا مثل شبه، البته شبه با هم جیمیه. بعد این انگلیسی فارسی که می نویسیم این اشکال پیش میاد. مثلا فرخ اینجا که نوشته مالیات در کانادا 5 نوعه، من وقتی از اینجا نگاه میکنم این رو نمیدونم مالیات ملیت چیه. دیدم که توی نوشته ها اونجایی که باید آ بگیم، ای رو بزرگ یا کپیتال می نویسن نه درشتا، و اونجایی که ای به عنوان ا استفاده میشه، کلمه حرف ای به عنوان ا استفاده میشه، فقط به صورت ای کوچیک می نویسن. ولی من پیشنهاد میکنم فرخ که اینجا هست اقلا انگلیسی بنویس، به دو دلیل. یکی من فکر میکنم بهتر از فنگلیش بفهمم، مخصوصا موقع برنامه زنده. دوم این که اقلا یکم رو انگلیسیمون تمرین کنیم. ما که الان 20 سال فقط با ایرانی ها کل کل میکنیم، برای انگلیسی هم همون I am a blackboard شدیم دیگه. وقتا مسخره میگردن تو ایران، میگفتن طرف میگه من انگلیسی بلدم، بهش میگیم خب حرف بزن، میگه I'm a blackboard، یعنی من تخته سیاه هستم. حالا دیگه تخته سیاه هم نیست. آقای زمانی تشکر کردن از آقای لادن و ما هم از شما ممنونیم آقای زمانی که با ما هستید. دوستان عزیز، اگر کیس های دادگاهی و اینها دارید، آقای زمانی در لندن در یوکی میتونه بهتون کمک کنه و ایشون یه مدتی هم آگهی داشتن در تلویزیون مردم. امیدواریم که باز هم تصمیم بگیرن آگهیشون رو اینجا داشته باشن. اگر به اصطلاح پرهیز میکنین به دلیل مزاحمایی که میان، اونها رو هم به عنوان سرگرمی و برای خنده قبول کنید، گاهی وقتی باهاشون صحبت کنید
و مشغولیاتیه. بذارید من اینا رو تنظیم کنم. 2 و 3 و 4 و 5 هم این شماره تلفن رو براتون بذارم اگه خواستید تماس بگیرید. من باید دوستان مهمان رو بذارم آخر برنامه که دیگه من یه بار دیگه مجبور نشم این شماره تلفن ها رو اینا رو عوض کنم. ما هی گاهی وقتی چیزهای جدید یاد میگیریم، الان اینم 5 بله، که دیگه وقتی من مشخصات، چون نداریم آقا اینجا تعارف هم نداریم، دست تنها هستیم و اتفاقا با یکی از دوستان جوان صحبت کردم که اگر روزای شنبه یا یک شنبه آزاد باشن بیان اینجا، هم خودشون یه برنامه بذارن، هم من حتی این برنامه دوشنبه و اینا همه رو جمع کنیم بکنیم یه برنامه، که درست این امکانات هست، ما هم وقتی انجام میدیم میگیم چه خوب شد دیگه، الان نمیخواد صدا بزنیم مهندس، مهندس هم نه ها، مهندس خسرو داریوش افشین، اینو بذار اونو بذار، ولی خب بعد اون برنامه‌ای که درست میکنیم یه جورای مورد پسند خودمون نیست. آمریکایی‌ها بهش میگن وان من شو. وان من شو یعنی نمایش یه نفره و اینجوری. درصد ممنونم. بله میگه که اسمارتیزی که شما گفتید الان توی ایران بهش میگن مروارید، لابد چون مثل دونه‌های مروارید هست. واقعا عالی بود گفته جامعه شناسی. ممنونم. بله چشم، حق با شماست. آقای زمانی هم تشکر کرده. Thank you. This is a good idea. من که به هر کس قرض دادم منو کش تا بده میگیرم پس نمیدم. نمیدم اینو نمیتونم بخونمش. مرگ تیمورتاش، زندان قصد توسط پزشک احمدی، آمپول هوا. البته باز یه چیزی بهتون بگم، این چیزایی هم که پخش شده این داستان ها، متاسفانه ما به دلیل همین حکومت های دیکتاتوری، چیزایی هم که نقل قول شده، روایت شده، بحث و حدیث شده، نمیشه بهشون اطمینان کرد. بهتون یه خبر بد بدم، الان تو آمریکا این اتفاق داره میفته قدم به قدم. شما نگاه کنید این آقایی که جوون که بوده یاقی و حمله به زنا و اینها، حالا که قاضی شده 12 سال توی دادگاه فدرال بوده، دروغ میگه جایی که قسم میخوره، تازه این حالا آمده شده دیوان، قاضی دیوان عالی کشور آمریکا، سوپریم کورت، دیگه به اینا نمیگن جاج، وقتی میره اونجا بهش میگن جاستیس، یعنی این دیگه عدالت از این سرچشمه میگیره. شما اینو داشته باش. از این مسخره تر وقتی که همه مردم اعتراض کردن آقا این دیگه چه فیلمیه در آوردی، ترامپ شارلاتان میاد تو تلویزیون میگه نه FBI بره هر چی هم میخواد تحقیق کنه، از اون ور به FBI دستور میده تو فقط میتونی به 12 امام حسن و علی و فلان اینا صحبت کنی، به هیچ کی دیگه نمیتونی صحبت کنی. این آدم دروغ‌رنگ، دروغگو، هیپوکریت هست. وقت نمیدونم آقای سلامی دلش به چی خوش، ولی خیلی خوشحالم آقای لادن گفت اونایی که دنبال دسیسه و اینا هستن فکر میکنن یک دولت پنهان، یک سیاست فلان اون پشته و این آمده، این حالا آقا شده چی بهش میگن، شوالیه، اینا میگن کولیه، شده شوالیه و داره برای ما میخواد اینا رو به هم بریزه. نه آقا، این مردک نادان اولا 3 روز، حالا بعضی هم میگن 5 روز، اشتباه میکنید شما، 3 روز به FBI وقت داده، بهش هم گفته فقط با اینا میتونی صحبت کنی، گزارش دونم به هیچ کس نمیتونید بدید، یه نسخه شو میدید به ما، اونا هم یه نسخه وشتن آوردن دادن 109 نفر، یعنی 100 نفر سناتورا. من یادم نیست این آقای چیز که مرد، جان مکین، چی به جاش اومد، چون میدونم تا یه مدتی گاورنر میتونه به اصطلاح جایگزینش کنه. من فکر میکردم حالا 99 نفر میشه، پس همون 100 نفر شده که اگه اون بود شاید مخالفت میکرد، مردن اینم هم به ضرر مجاهدین شد هم به ضرر ما نامجاهدا. خلاصه این نوشترم 1000 صفحه گزارش رو بردن گذاشتن توی اتاقی، فقط این 109 نفر منشی فلانی و 100 نفر اینا میتونن برن، در هر یک نسخه فقط گذاشتن، در هر زمان 2 نفر، مثل اون وقتا بود که مخصوصا بچه هنرستانی ها یادشونه، هنرستان کتاباش همه کتابای مدرسه نبود،
یه سریشو از مدرسه می‌خریدیم، یه سریشو خود معلم‌ها به صورت جزوه، چه جزوه‌های افتضاحی، اونم مثلا مال معلمشو برداشته بود با دست خودش نوشته بود با پولوکوپی، نه فوتوکوپی ها، با پولوکوپی تلق تلق استنسیل و اینها برای ما چاپ کرده بود. اینا هم این کاغذها رو بعد وقتی به ما میداد بعض وقتا نداشتیم، با هم شیر میکردیم. مثلا میگفتیم آقای حسینی تو از صفحه 1 تا 50، من از صفحه 50 تا 100، بعد دو روز دیگه این عوض میکردیم. شما باورت میشه سناتوری که میخواد به جاستیس دیوان عالی کشور رأی بده یه روز چند ساعت فقط وقت داره که بره این 1000 صفحه رو ببینه؟ دیشب مسخره میکرد، میگه آقا اگر 1000 رو تقسیم بر تعداد این آدما، تقسیم بر ساعاتی که اینجا هستن، اینا برای هر صفحه کمتر از 2 ثانیه وقت داشتن. در صورت شما عکس بچت که میاد میخوای اینجوریش کنی 2 ثانیه بیشتر طول میکشه. وقت چی میشه؟ آقای بارت، این دیگه بهش نگین برت، بارت کابانو انتخاب اولیش انجام میشه، انتخاب دومیش احتمالا فردا تموم میشه، بعدش هم همه میرن پارتی. و میگم این فسخ و فجور میگفتن، نه، این واشنگتن محل فسخ و فجور این پیرستگاست. یه مشتی پیرمرد و پیرزنی اینجا هستن، از خانواده هاشون هم جدا هستن، بدبخت های مشتی جوونه چیز دیگه دلیل دیگه. حتی اون لوینسکی هم با اون بیل کلینتون یا اون زنی که کشته شد با اون کانگره، هر روز یکی از اینا گندش بالا میاد. اینم گوش کنید، 17 میلیون دلار دادن به یه عده از اینایی که شکایت کردن، باورتون میشه اسامی اینا رو نمیدن بیرون که آقا کی اومده از کی شکایت کرده که شما 17 میلیون از پول مردم بیچارهی. طرف میره یه ساندویچ بخره 1 دلار 6 سنت ازش مالیات میگیرن، یه نوشابه دیگه میخره 1 دلار 6 سنت دیگه از مالیات میگیرن، 6 سنت 6 سنت 1 سنت 1 سنت 1 دلار 1 دلار. 17 میلیون دادن به اینایی که شکایت کردن. یک شماده گفته این کانگرسمنه نمیدونم پریده، من یکی گفته نمیدونم حامله شده، یکی فلان شده، اینا اسامی این پدرسوخته‌ها رو به مردم نمیدن. همینجا که من نشستم ویرجینیا، این آقای تیم کین که سال 2006 اتفاق خود ما هم رفتم برای اینگوریشن یا اون تفویضش فلان بیسا شده بود گاورنر، الان دوباره میخواد انتخاب بشه، اون حریف یا رقیبش که آمده جلو همینو میگه، میگه آقای تیم کین چرا این اسامی باید محرمانه باشه، نکنه اسم خودت هم داخلشه. اینم آمریکا قدم به قدم قدم به قدم داره جلو میره، پیش میره به سوی دیکتاتوری، جایی که آقای رضا، دکتر رضا سلامی، منو یه جوری دوستانه تهدید میکنه که آقا اگه اینجوری میگی یه مدت دیگه میان دنبالت، میری نمیدونم گوانتانامو. آقا 60 میلیون 70 میلیون نفر معترضن، میگن he is not my president، اینا رو میتونه بکنه تو گوانتانامو؟ آقای سلامی والا بلا اون ایران به اون آخونداش از این آمریکایی که شما برای خود درست کردی آزادتره. خب ممنون و متشکرم. جمعه است پنجم اکتبر و 13 مهر ماه است. اینم از این. بیام ببینم اینجا براتون چی گذاشتیم، بخونیم و نشون بدیم و بریم. میگه آقا ما با جوک غرق شدیم. من اول که این برام اومد گفتم خدایا مگه اینا تو کشتی بودن که با جوک غرق بشن؟ و فعلا تو ایران یه محیطی پیش اومده، یه فرصتی پیش اومده که از گوینده تلویزیون میتونه بیاد انتقاد کنه، از مردم تو خیابون میتونن بیان انتقاد کنن. این خوبه، امیدوارم بیشتر و بیشتر بشه تا این آخوندها حساب کار خودشونو بکنن، یا ریفورم و رفراندوم انجام بشه، یا به اصطلاح جمع کنن دست و پا رو برن، و امیدواریم نفر بعدی که میاد باز تجربه کنه. همجوری که آقای لادن گفت، آقای رضا پهلوی مگه شما تجربه نمیکنی؟ وقتی بابا بزرگت انگلیس میاره اونجوری به سرش میاد، وقتی بابا تو آمریکا میاره اونجوری به سرش میاد. مرد حسابی، اگرم میخوای غلطی بکنی برو به نیروی مردم، برو به آغوش مردم، اونا قبولت میکنن. حالا این
ماجرای با جوک داریم غرق میشین اینه. اینم فکر کنم یکی از مجریان تلویزیونه که یه برنامه گذاشته از توی استخر، به نظر من جالبه. ببینید با هم اینو، من این تصویر رو بیارم اینجا. آره، هر چی از این برنامه ها بیشتر بشه، امید به آزادی، امید به اصطلاح رفع سانسور بیشتر میشه. ضمن این که چون ما ملتی هستیم که باور به دسیسه داریم، همون موقع فکر میکنیم که، خود من هم همینه، فکر میکنیم که بله اینا سوپاپ آخوند هست که ما رو ساکت کنن. با هم ببینیم و بشنویم. ثبات به اقتصاد ایران برگردوندیم. مگه یادتون میرفت لحظه این نرخ ارز عوض میشد، نرخ لحظه ای قیمت کالا عوض میشد؟ ما راه انداختیم اقتصاد کشور، ماشین اقتصاد کشور راه افتاده، سرعتش کمه، انشالله سرعتش هم زیاد میشه. ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. من به شما اطمینان میدم، شما 50 میلیون مردم ایران در کارخانه ها سهامدار خواهید شد. ما راهکارهای عاقلانه عالمانه در این 4 سال پیشبینی کردیم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی بکنیم، نیازمندان جوری بهشون برسیم که نیاز نداشته باشن. از این به بعد هیچ ایرانی نخواهد دید که به اندازه این نیازی که داره برای زندگی آبرومند تامین. از بس دروغ میگن دیگه هم ملت دارن غرق میشن هم خودشون. و آقای لادن تو صحبتاشون درباره همین برنامه انگلیس و نفت و مسئولین ایران گفتن روبارو گذاشتن مسئول مردونی. امروز یه نفر برای من یه جوکی فرستاده بود، نمیدونم در رابطه با صحبتهای امام جمعه امروزه یا مال قبل بوده، چون روز جمعه است بعدش بلا فاصله برای من یه سری چیا میاد. ایشون نوشته بود که امام جمعه تهران در نماز روز جمعه گفت که ما انقدر چیزهای سری داریم که دنیا نمیتونه درکش کنه و نمیتونه بفهم. مثلا الان یه اسلحه‌ای داریم که اگه بخوایم همین الان اسرائیل رو از روی صحنه دنیا یا صفحه دنیا پاک میکنیم. طرف نوشته بود که این منو یاد یه جوکی انداخت یا یه داستانی در جنگل. روباهی وایساده بود و چون بیشه رو از شیر و نمیدونم پلنگ و اینا خالی دیده بود، داشت برای دیگران تعریف میکرد که من هر وقت گرسنه باشم، اگه مرغ گیرم نیاد، شیر میخورم، پلنگ میخورم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. یکی از اونایی که وایساده بود داشت گوش میداد، بهش اشاره کرد، نگاه کن پشت سرت. پشت سرش که نگاه کردید یه شیری وایساده. گفت البته بعضی وقتا هم گو میخورم. حالا این ماجرای امام جمعه و اینا، اینم برای اون دوستمون که خیلی دنبال محرم بود. اتفاقا یکی برای من نوشت که آقای سوربی مطمئنید که این آقا مرداد برنامه‌های شما رو نگاه میکنه و شما رو میشناسه راجب محرم و نمیدونم ماه رمضان و این چیزا؟ بهتون گفتم من فکر کنم اولین مجری برنامه ایرانی بودم. حالا این افتخار نیست، ولی این نشون میده که من با مردم چیزی مخفی ندارم. اولین مجری برنامه تلویزیون ایرانی بودم که آبجو رو آوردم، گذاشتم، ریختم، نوش جان کردم. الانم چای بخورم. به سلامتی خودتون. برای که من باور دارم که همین دروغ‌ها، همین تزویرها، همین جانماز آب کشیدن ها ما رو بدبخت کرده. خیلی ممنون، این جوک قشنگی بود. بریم سراغ بعدیش ببینیم دوستمون چی گذاشته. همینه، امام جمعه تهران گفت ما در نظاممان اسرار فراوانی داریم که به دشمن نگفتیم. دشمن نمیداند ما چه امکانات نیرویی داریم. همین نیروها اگر رهبر اشاره کند، تلاویب را با خاک یکسان خواهند کرد. بعد میگه روبایی داشت با حیوانات دروغ میگفت، میگم من گاهی گرگ میخورم، پلنگ میخورم، شیر میخورم. روش رو برگردون، دید پشت سر شیر وایساده، گفت گاهی هم گوه میخورم. اینم از صحبت اینا. میگن که این سلام در ایران میگفتن طرف خواهرش زاییده شده. این شارلاتان ترامپ به وسیله خواهرش زاییده شد.
زایده رو با گایده. به نظر میاد کشتی این خانواده سوراخ شده، اول موشها فرار میکنن. اینم براتون گفتم. بله منم میخوام. چی میخوای آقا؟ ببینید همینه. شما یک کلمه الان ننویسی من نمیفهمم. در رابطه با این دوستی که آقا مهردادی که در رابطه با دوست اون مهرداد که در رابطه با دوست اون از خلیج فارس ایمیل فرستاده بود و طول و عرض و برج و اینها رو اشکال داشت، این دوست ما از خلیج فارس یک ویدیوی خوبی فرستاده، کیفیت بسیار بالا عالی. بذارید من اینو به شما نشون بدم و با هم اینو ببینید. اتفاقا اون روز وقتی من داشتم این عکس ها رو مونتاژ میکردم میذاشتم رو صدای ایشون، پیش خودم گفتم کاش که من برم یه چند تا عکس به اصطلاح های رزولوشن، یعنی با کیفیت بالا. بعد گفتم حالا اون دوستمون فکر میکنه من دخالت کردم تو برنامهش. من اینقدر میخوام برنامه گذارا اینجا مستقل باشن، خودشون باشن. گفتم فکر میکنه من رفتم دخالت کردم. وقتی مثلا میگه عکس از نزدیک این برج ساعت، میخواستم عکس برج از نزدیک نزدیک یا حتی اگه باشه عکس از تو اون اتاقای هتل به بیرون شهر و اینها، ولی گفتم نه بذارین خودشون اینها مختار باشن. من باور کنید دوستان، سوال کنید از این دوستانی که برنامه میذارن اینجا. آها چای میگه، خب بیا میگه چای. احتمالا یه روزی تکنولوژی به یه جایی میرسه آقای زمانی، اگر عمر من و شما قد بده، که مثلا من اینجوری میخورم بعد میگم به شما، شما از این ورش میتونی بخورید. الان هم یه فیلمای درست کردن، مثلا لیوان آبجو ور میداری اینجوری میکنی، بعد اون ور آب میریزه توی نمایشگاه شعبده بازا. به شعبده بازا هم یه چیز دیگه میگن، الوژن نیست، یه هم چیز. اینا این کارو میکنن، مثلا لپتاپش ور میداره اینجوری میریزه تو لیوان شما آبجو میاد. این آقای چیز اینجا اسمش هم یادم رفت، شعبده باز ما تلفنتو ازت میگرفت، بعد لیوان آبجو برمیداشت اینجوری میکرد، لیوان تلفنو میرفت تو لیوان آبجو، لیوان به اصطلاح شیشه آبجو که خالی بود، چون تو لیوان آبجو که هممون میتونیم بندازیم، بعدم شیشه آبجو میپیچید تو دستمال اینجوری با یه چیز دیگه میزد اون شیشه رو میشکن، تلفن تو دوباره بهت میداد، یا زنگ میزد تلفن توی اون بطری هاینیکن شروع میکرد به زنگ زدن. فرانکی. خب این فیلم رو با هم ببینیم، یک دقیقه خورده بیشتر نیست، و درباره همین برج رو چه پولای خرج کردن و چند تا چیز اومده، و بعد میگه که اینا چون میخواستن توی اون حرم و توی اون محوت کار کنن و اونجا ممنوع از که کسی به جز مسلمانان وارد بشه، بعضی از این کارمندان مجبور بودن دینشون رو عوض کنن یا تو اون مدت مصلحتی مسلمان بشن. با هم میریم عربستان سعودی. بفرمایید. Mecca, the holy city of Islam, the destination for millions of Muslim pilgrims from all over the world. Directly next to the central shrine rises an architectural masterpiece of superlatives, the world's largest clock tower. If you build a clock tower in Mecca, you cannot just download a blueprint somewhere off the internet. Building contractors from over 10 countries are taking part in construction. The greatest obstacle is that only Muslims are allowed to enter the construction site in Mecca. It felt as if I couldn't be there for the birth of my own daughter. The construction breaks all dimensions and presents the engineers with a huge challenge. We are in a height of 600 meters and wind will be our biggest enemy. The wind blows without end. Installation looks bound to fail. 98 million glass mosaic tiles with 24 karat gold leaf adorn the external facade. The highlight? A prayer room within the crescent at the top of the tower. First we had an idea, and now it became reality. That's amazing. خب اینم از این. بازم ممنون از اون دوستمون.
و ممنون از شما دوستان. ساعت 4 بعد از ظهر بریم با هم برنامه جدید آقای حسن ارشاد رو که درباره بهائیت صحبت میکنه ببینیم و بشنویم. و شما هم اگر نظری یا سوالی دارید، آقای ارشاد هم روی یوتیوب هست، هم روی فیسبوک هست، هم روی تلگرام هست، هم روی همه این سایت هایی که میدونید هست. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تلویزیون مردم به دیگران معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. روز روزگار بر شما خوش. دیگه اینجا نوشتم که چند تا برنامه رو من حالا باید خاموش کنم: انکودر، فیسبوک 1، فیسبوک 2، OBS، تلفن بات، اکس اسپلیت برای یوتیوب، یوتیوب وید بلاستر برای این آرم و مارما و شمارهایی که میبینید. 7 تا برنامه رو خاموش کن، 7 تا برنامه رو روشن کن برای 7 تا بیننده، که این 7 تا بیننده اگه یکیش همت داشت حمایت میکرد باز آدم دلش خوش بود. نه ناشکری نکن. هستن دوستانی مثل آقای پتیک هست، فرزاد هست، احمد هست و دیگر دوستان که ازشون ممنون و متشکرم. روز و روزگارتون خوش. سعی کنید تحمل شنیدن حرف دیگران را هم پیدا کنید. مرسی. ما مینا رو یکی یکی خاموش کنید.